بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدواریم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ این کتاب 1001 مثل فارسی و انگلیسی و ببینیم امروز برامون چی نوشتن. این مثال ها رو استفاده کنیم. هنوز کسی به من نگفته تفاوت مثل با ضرب المثل چیه. میگه آدم گدا این همه ادا، آدم لخت، آدم لخت خواب کرباس دولا پهنا میبینه. آدم یک دفعه به دنیا میاد، یک دفعه هم از دنیا میره. آرامش قبل از طوفان، آرد خود را بیختیم و قربال خود را آویختیم. این رو خیلی شنیده بودم. میگه دیگه ما آردمون رو بیختیم، قربالمون هم آویختیم. خب خوشحالم که دوستان آمدند و با وجود که من یک ساعت امروز برنامه رو زود شروع کردم، مثل اینکه فیسبوک میفرسته برای دوستان که سربی آمد، اونها هم لطف میکنن میان. اگر لطف بیشتری کنن و همین جوری که الان بهشون نشون میدم اینجا، اونها هم شیر کنن این صفحه فیسبوک ما رو با دوستان خودشون، به دو دلیل: اگه با من مخالفی به اونا بنویسید بیاین ببینید این سربی چی میگه، اگرم با من موافقید خب اقلا تبلیغ کنید یکم صدای ما این برابر بیشتر پخش بشه. در هر دو صورت ببینید اینجا، بله، وقتی روی صفحه توی فیسبوک روی صفحه شخصی خود من میاین، سربی این ویدیو رو که میبینید این پایینش نوشته شعر، سهیم شدن، شریک شدن، در میان گذاشتن، و میتونید به اصطلاح روی صفحه خودتون بذارید، میتونید برای دوستتون تک تک بفرستید، هر جوری که بخواید. چند تا آپشن یا حق انتخاب، چند تا انتخاب مختلف بهتون داده. من اینجا مینویسم برای صفحه‌ای که خودم منیج میکنم. چه صفحه‌ای رو منیج میکنیم؟ مردم تیوی. اینجا هم اسمشو بذاریم سربی با مردم. چه روزی هست؟ سیومه، درست میگم، سیومه ژانویه 2017. کجا هستیم؟ USA. وبسایتمون چیه؟ www.mardomtv.com، که اگر شما دوستان حمایت کنید میشیم مردم تیوی، اگه حمایت نکنید میشین مردم تیوی. در هر صورت اینم از این، و حالا من این کارها رو اضافه میکنم، ولی شما فقط همون یک کلیک پست که میزنید همه چیز تموم میشه و به خوبی و خوشی میگذره. و اما چرا امروز یک ساعت زود شروع کردم؟ چون میخوام که این چیزایی رو که تو فولدر و فایل و اینها گذاشتم اینها رو بهتون نشون بدم و با هم بخونیم، و از خجالت دوستانی هم که اینها رو لطف میکنن برای ما میفرسن به قولن در بیاییم، برگردیم به استودیوی جهانی تلویزیون مردم در سر تا سر جهان و دنیا و به زودی توی کرات مریخ و زهره و اینها. و اما امروز همین چند دقیقه پیش قبل از برنامه با یک آقایی به نام کوروش پارسی صحبت کردم و اجازه بدید که برای ایشون یک آگهی مجانی انجام بدیم و امیدوار باشیم که ایشون بعداً از سرویس ما، از خدمات ما استفاده کنه و بتونه با شما دوستان هزاران هزار ایرانی در سر تا سر دنیا در تماس باشه. و اما چگونه است؟ این گونه است. بذارید براتون عین آگهی ایشون رو نشون بدم. بله، این یا حتی از اینم بهتر خود اکچوال سایز آگهیشون رو نشون بدیم تا اینجاها. بله، این کامرای دو. بله، امروز بیرون بودم، وقتی اومدم این ایمیل رو دیدم، نوشته بازیگری در فیلم. برای فیلم سینمایی احتیاج به بازیگر ایرانی داره، لطفاً علاقمندان با ما تماس بگیرن. بعد وبسایتشون رو گذاشتن خیلی منظم مرتب، KP، K برای کوروش، P برای پارسی، kppictures.com.
خب این تلفن مسیج بذارید دوستان. بله و یه دقیقه بذارید. دوست عزیز اگه هستید گوشی رو نگه دارید لطفا. الو هستید شما؟ الو الو. خب بچ گفتیم مسیج بذار دوستمون رو. لطف کن مسیج بذار یا زنگ بزن با هم صحبت کنید. در هر صورت این وبسایتش میان پایین شماره تلفنشون هم هست که خودشون مستقیما جواب میدن. حالا نمیدونم این تلفن من بگم چون بنده خدا در ماشینش بود و در راه، ولی لطف کرد با من صحبت کرد. امیدوارم که اگه شماها زنگ میزنید و بگید به ایشون که آگهیشون رو، آگهی که نه، همینجوری این چیز رو از تلویزیون مردم شنیدید، اگه رانندگی میکنه بعدن بهتون زنگ بزنه. خب بله، دلیلی که من زنگ زدم این بود. اولا شماره تلفنش 917 702 3 3. به انگلیسی هم میگم برای اونایی که مثل من 30 سال اومدن اینجا، حالا فکر میکنن خیلی انگلیسیشون بهتر از فارسی و دیگه فارسی نمیفهمن. 917 702 0003. خب تماس گرفتم با ایشون، گفتم که آقا این شما نوشتی بازیگری، خب اینجا برای من میاد، میگن ما یه بازیگری میخوان که قیافه میدل ایست داشته باشه، مثلا 40 ساله باشه، یک خانم جوانی که 20 ساله باشه، یکی میخوان که بچه، نقش بچه بازی کنه. شما دنبال چه نقشی میگردید؟ فکر کردم یه فیلمی رو دارن میسازن، یه نقش خاصی برای اون میخوان. خود من یکی دو بار این دوستان افغانی فیلم های میخواستن بسازن، حتی یه بار گفتن باید سرتو بتراشی، گفتیم با برم کن، همین دوتا نخ مو هم که داریم حالا میخوایم اینجوری کنیم. در اصل ایشون گفت که خیلی حرف قشنگی زد، گفت آقا من 7 ساله یا سال هاست که توی این نیویورک و آمریکا دارم فیلم میسازم، با فیلمسازای آمریکایی کار میکنم و برام خیلی عجیبه که اینا از من میپرسن آقا شما فقط همین فیلمای جدایی، چی بود جدایی، نمیدونم فلانی از فلانی، خیلی قشنگ دارم توضیح میدم، بذارید من اینا رو خاموش کنم، زیرش اینجوری هست. امروز اون دوتا آگهی که نوشته شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید یا مهمان ما باشید تا با بینندگان صحبت کنید، اون رو متاسفانه ندارم و بذارید من یه رنگی هم به این شماره تلفن و تکستمون بدم که شما اگه خواستید بله اینم داشته باشید، اینم هم میتونید پیام بذارید، زنگ بزنید باشم جواب میدم، هم میتونید پیام بذارید، هم میتونید تکست بفرستید، تکست، ایمیل، تلگرام، فیسبوک، اسکایپ. روزگار غریبی است نازنین، این همه وسایل ارتباطی داریم ولی فاصله هامون دورتر و دورتر میشه و باید برای هم بیشتر داد بزنیم. ماجرای داد زدنه که میدونید، میگن اینایی که دعواشون میشه داد میزنن چون دلشون از هم دور میشه مجبورن فریاد بزنن، ولی اونایی که عاشق هم هستن نزدیک هم میشینن تو گوش هم یواش صحبت میکنن چون دلشون نزدیکه و به گوش جان میشنون، به گوش دل میشنون. بماند آقای کوروش پارسی به من گفت که از بس این آمریکایی‌ها به من گفتن آقا هرچی ما فیلم از شما میبینیم تقریبا مثل روزه است که به یه صورتی در آوردین و همه با یه دستمال کاغذ به حال دست باشه گریه کن و اینا. گفتم جانا سخن زبان ما میگویی. منم هم همیشه میگم اولا چرا اینا اینقدر سلو موشن هستن، یعنی آهسته حرکت میکنن، بعد برای که فیلمه بشه حتما 90 دقیقه یا بشه 120 دقیقه، مثلا میخواد یه ماشین رو نشون بده از تو خیابون داره میاد خونه، نشون میده از تو اتوبان همینجوری داره میاد، ربع ساعت دیگه آدم سردرد میگیره تا بعد میاد تو خونه، میره تو خونه، یا میخواد بره آشپزخونه مثلا نمکدون بیاره، نشون میده میره نمکدون رو ور میداره یواش میاد میشینه اینجا. در صورت آقای کوروش پارسی به دنبال این هست یا توی فکر این هست یا در این فکر هست که فیلم های فارسی بسازه، اونا دارن اون ور جامعه رو نشون میدن، بدن. ایشون میخواد این ور جامعه رو نشون بده، نه جامعه برون مرزی، ولی نشون بده که بابا ایرانی ها همش اینجوری نیست و نمیدونم اینا شادی دارن، جشن دارن، مهمونی دارن، خوشی دارن، شوخی دارن و امیدوارم در کارش موفق باشه. بهشم گفتم من وقتی دانشجو بودم یه نقش بازی کردم، از کلاس، از چیز کردنم بیرون، از تئاتر. آقای کی بود؟ خدای اون. بعدم ما اذیت میکردیم، حالا که ما رو کرده بود بیرون برمیگشتیم اونجا، وقتی اینا داشتن تمرین میکردن از اون دور فریاد میزدیم کات.
اینا هم که نمیفهمیدن کیه، کات میکردن. بعد اون داد میزن میگه چرا کات کردین، میگه آقا یه نفر گفت کات، ما از تو درخت ها فرار میکردیم میرفتیم. نجف آباد بودیم اون موقع، اصفهان، اردوی اصفهان بود. بماند دوستان عزیز، یه بار دیگه من این آگهی رو بهتون نشون میدم، اگر شما هنرپیشه هستید یا کارگردان هستید یا حتی اینوستور هستید، یادم رو از ایشون سوال کنم، اینوستور حقیقتا یه جورایی میشه تهیه کننده دیگه، کسی که پول رو میذاره اینوست میکنه، سرمایه گذاری میکنه، بعد با کارگردان و با اون فیلم نویس و با ایشون و اینها، البته حالا ایشون تهیه کننده است، ممکنه شما ایشون بشه اگزیکیتیو پرودوسر، شما بشین کو پرودوسر یا هر چی، اونا مهم نیست، مهم اینی که همکاری کنید با هم. یه بار دیگه وبسایتشون رو که خیلی قشنگ و راحت هست، kppictures.com. خب k اول کوروش، p اول پارسی، pictures هم که همون عکس به انگلیسی عکس ها .com. و شماره تلفنشون هم بهتون بگم، 917-702-0003، عدد 3. خب ممنون از آقای کوروش پارسی. حالا یه وقتی که توی راه نباشن، من خیلی نگران بودم، زود صحبت کردم که باهاشون تموم کنم سلام و احوال پرسی و اینها رو، که یه وقت تو را ماشین و رانندگی، اونم نیویورک، اوه خب وقتی من میرم نیویورک سعی میکنم با ماشین که نرم، ولی وقتی هم بدون ماشین میرم باز وحشت میکنم. البته الان خیلی خوب شده، قبل از جولیانی اونجا یک باغ وحشی بود، اینقدر بوق میزدن که اصلا آدم سرسام میگرفت و دلم میخواست از اینا سوال کنم برای چی بوق میزنید. خب اون جلویت که وایساده اگر راه باز بشه میره، تو برای اون بوق میزنی که وایساده هیچ تقصیری هم نداره، اونم برای اون همینجوری بمانه. باید با کوروش پارسی صحبت کنیم. این از در برنامه گذشته. تشکر میکنم از دوستانمون که نگاه میکنن به من ایرادا رو میگن. دوست عزیزمون آقای پتیک حرف خوبی زد، گفت آقا شما 35 دقیقه صحبت کردی راجع به برنامه آقای مصطفی زاده و آقای افشارا و آقای یزدان خداوند رو و این و اون، و کلن 25 دقیقه برنامه داشتی ولی لطف کرده دیگه روش نیمد. تشکر کرد از اون 25 دقیقه. من سعی میکنم ایرادی رو که ایشون گفته و درستم گفته عمل کنم و از این بعد به قول معروف ز صحبت کم کن و بر مبلغ افزا، یا ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. امروز دوشنبه، اینجا نوشتم 31 ژانویه، 30 ژانویه برابر با 30 ژانویه 2017 برابر است با 11 بهمن 1395 از علی آقا که سالهای سال از زحمت بکشه و این تاریخهایی که این زیر میاد میفرسته برای ما هفته تا هفته دوشنبه، بعض وقتا هم یه شنبه شب. تشکر میکنم، ممنونم. امروز 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم و همونجوری که برنامه آقای مصطفی زاده رو قشنگ مستقل درست کردیم، فوری روی یوتیوب، روی فیسبوک مردم تیوی و همه جا مستقل و اینجوری نیست، چون من باورتون میشه برنامه‌های خود من کمترین دفعات نشون داده میشه، یعنی من 2 روز برنامه‌ام نشون میده، برنامه جدید میاد، ولی این برنامه دوستان چون هفتگی برنامه دارن 1 هفته هر روز پخش میشه. قبل از برنامه خودم برنامه آقای فرزاد عزیزی بود که هفته، یعنی چهارشنبه، اونم ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن با ایشون خواهیم بود. و اما دیروز و پریروز یه فرصتی پیش اومد، ما رو 2 تا فیلم کار میکردیم که اصلا از وجودشون من خبر نداشتم و اسم این فیلم ها رو بهتون میگم، بنویسید، توی آمازون هست، روی اینترنت هست، حتی روی یوتیوب هست. مثلا این فیلم American Coup، این کوپ همون کودتا رو وقتی که مختصرش میکنن میگن کوپ، American Coup، برید ببینید. البته اینا هم دیگه به این وسیله می‌نویسه که فول ویدیو یا فول مووی، وقتی شما میرید بعد میگه حالا 2.99 بده. خب ببینید اگر 2.99 3 دلار شما ندی، 3 دلار من ندم، اینا از کجا مخارجشون رو بیاره. اگر هم دوست دارید این فیلم ها رو، یکیش حدود 15 دلاره، یکیش حدود 3 دلاره، هر کسی 20 دلار 18 دلار یه چیزی بده، ما این دوتا فیلم رو از آمازون و از یوتیوب میگیریم و چند روز پخش میکنیم. یک کاری باید شما انجام بدی، یک کاری من انجام بدم، همه بکنیم یاری تا چی سوربی بکنه تلویزیون داری. خب
این فیلم ها اینه، یکیش امریکن کوب، یکیش ایران The Hundred Year War، یعنی ایران جنگ 100 ساله یا ایران جنگی 100 ساله، هر جور خواستی ترجمهش کن. این دوتا فیلمو که من دیدم واقعا اگر شاه امروز زنده بود، اگر اون پدر زاهدی زنده بود، میرفتم به پدر زاهدی میگفتم ننگ بر تو، و اگر شاه زنده بود میگفتم آخه آقا چرا وقتی که اینا این کار کردن بهت پیشنهاد کردن، آقا شما برو سلطنت کن، مصدق داشت این کارا رو انجام میداد، و چجوری تو خودتو، ببخشید اینو میگم، افسارتو دادی دست آمریکا. کسی که دید انگلستان با پدرش چه کار کرد، و دوستان این ماجرای کودتای آمریکا، من تازه دیروز فهمیدم بابا این کودتا توسط انگلستان به آمریکا تحمیل شد. و من همیشه میگفتم خدایا اون زمان که آقای ترومن رئیس جمهور بوده و آیزنهاور، چرا این اسم روزولت هی میاد؟ بعد نگو که نه، این نوه روزولت یا پسر روزولت اون کسی بوده که آمد و مأمور CIA بود و با اون دوتا برادر دالاس و پول دادن. و ببین چه پدر سوخته هایی بودن، از این ور شعبون بیمخ و اینا رو آوردن، ما حالا از این ور فوش میدیم به این توده ای ها، همه اونم بدمون میاد، از حقمون هم هست، ولی اصلا میگه اون دوتا گروه مال خود ما بودن، یه گروه رو استخدام کردیم بیان طرفداری شاه و اینا، یه گروه رو استخدام کردیم که نقش طرفداری مصدق رو بازی کنن که مردم بگن نگاه کنید این طرف. اصلا این فیلمو که من دیدم، با وجودی که داشتم پول میساختم این فیلمو میدیدم، ولی اعصابم خرد شد. اولا دو سه تا مشکل حل شد. مشکل اینی که این شاه به دلیل جوان بودنش، به دلیل کم سواد، دوستان بی سواد نبود، بالاخره چند کلاس درس خونده بود. خانم نایر دوست ما رفته که پرونده های مدرسه رو بیاره که ایشون دیپلم گرفته. نه عزیز من، دیپلم نگرفت، ایشون کلاس دهم دعوا کرد با یه بچه ژاپنی، از کلاس، از مدرسه انداختنش بیرون. باباشم عصبانی، به جایی که بفرستتش دانش چی بود نظام، مدرسه نظام، آقا رو فرستاد دانشکده، دانشگاه افسری یا دانشکده نظام، که اصلا با دیپلم داشتی میرفتی، ایشون بی دیپلم رفته اونجا. حالا تازه من ای کاش یه سری همدورای ایشون میگفتن که توی ارتش، توی دانشکده نظام ایشون چی خونده که این همه افسار انداخته بود گردن خودش، زنجیر، پاگون، دستبند، نمیدونم نشونه های دیگه. ای کاش یه روز از آقای سرهنگ عقیلی پور سوال کنم این نشونه ها که هر کدومش توی ارتش که من بودم این بود که مثلا طرف هزار تا نه مثلا 150 بار سقوط آزاد پریده بود، یه چیز انقدی بهش میدادن میزدن اینجا، یا یه چیزی بهش میدادن مثل یک پروانه، یک چتبازی داشت میپرید. این چی بود؟ شاه این همه چی به خودش آویزون میکرد؟ در کدوم جنگ شرکت کرده بود؟ در کدوم مانور میگن شرکت کرده بود؟ چه قلعه رو یا چه قله کوهی رو فتح کرده بود که انقدر مدال گرفته بود؟ و ای کاش این جوان به خودش میومد، خجالت میکشید، میرفت دنبال کارش. و این دوتا فیلم رو بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید، و اگرم کسی پیدا شد میگم 20 دلار 50 دیگه من والا ندارم از جیب خودم برم بدم بخرم بیارم بهتون نشون بدم. بارها این مسئله تلویزیون مردم یک ماشینه، سوربی یک راننده است. سوربی زمانی خیلی پول داشت، این ماشین رو خرید گذاشت، حالا رانندگی رو مجانی انجام میده، ولی بی وفا، بی انصاف، اقلا بنزینش رو شما بریزید. حالا یا بنزین بریزیم توش بریم به مقصد برسیم، یا بنزین بریزیم روش آتیشش بزنیم راحت بشیم، هر کدوم پول بنزین برسه. الانم امروز آخر ماه ژانویه است، فردا اول ماه فوریه است، هر جوری که دوست دارید. این دوتا فیلم رو من بهتون پیشنهاد میکنم. میدونید که توی آمریکا، نمیدونم حالا توی ایران هر اسم هست یا نه، تلویزیون ها یه عده، یه آدم هایی هستن که میان فیلم ها رو میبینن، به بیننده هاشون میگن که این فیلم از نظر من خوب بود، از نظر من بد بود. بیننده ها هم نقطه نظر این طرف رو میدونن دیگه چیه. وقتی یه فیلمی گفت خوبه میرن، وقتی یه فیلمی گفت بده نمیرن. یه نفر دیگه میینه یه کانال دیگه نگاه میکنه، یکی دوست داره که همین فیلمی که این گفته بده اون گفته خوبه، میرن میبینن. در صورت منم این دوست داشتم بهتون بگم این دوتا فیلم رو
اگر آمازون دارید پرایم مجانیه ببینید یا هرچی، بالاخره اگر به دست ما برسونید با دی وی دی یا پول بدید، 20 دلار 50 دلار بدید که من این دوتا رو، یکی از یوتیوب 3 دلاره یک، حالا میدونم بعضیا میگن آقا برای 18 دلار، ماجرای خودم رو گفتم بهتون که به این مهران صدری زنگ زدم گفتم آقا شما انقدر میگی نوار نوار، این نوارا چقدر گرونه؟ گفت آقا خیلی گرونه، اینا با اون نوارای معمولی فرق میکنه. گفتم آره من اون نوارای معمولی رو میخرم 10 تاش 10 دلار دونه 1 دلار. گو اینا نوارا پهن‌تر، 7 اینچ نیم اینچ بهش میگن و خیلی گرون‌تره. گفتم آقا این خیلی چنه دیگه، الان ما عدد بلدیم، تا 1 بیلیون هم میتونیم، تا 1 تریلیون هم میتونیم هی صفر بزن. گفت 27 دلار. حالا میفهمم اون بدبخت، البته اون وضعش خیلی خراب بود، اون دیگه انقدر اینجا کلاه همه رو گذاشت، کلاه اینو ورشتو گشود سر اینو اینا که نگو نپرس. در اصل ما دیدیم این برای 27 دلار التماس میکنه، یه زمانی ما میگفتیم این کیه، حالا خودمون برای 18 دلار. در صفحه سربی پست خر رو نشون بده، نوشته آقای حبیب سعیدی رو هم نشون بده. این از بس که نامرتب شده بودم این آخری یادم میرم، مثلا من نظریه یک مهندس آرشیتکت 50 سال کار کرده، 70 سالشه، این رو گذاشته بودم که براتون بخونم، اصلا یادم رفت. حالا دیگه اینجوری می‌نویسم. برو صفحه سربی، چشم، آدرس میدم به خودم، برو صفحه سربی. شما میان بریم؟ بیان با هم بریم، همه با هم. اوکی؟ این صفحه سربی براتونم اندازش کنم که بهتر ببینید. و فکر کنم از 15 فوریه ما میریم روی واید سکرین که دیگه این بغل مثلا اسکایپ، بغل فیسبوک میبینید دوتا چیز هست، اینا هم دیگه پر بشه راحت و خوب، چون اینا بعض وقتا سیستما رو هی چند تا سیستم قاطی میکنن اینجوریه. خب اینجا که اومدید دوستان، بیام این پایین، این به شما خبر داده که من امروز برنامه دارم ساعت 2، منم بهتون کلک زدم یه ساعت زودتر اومدم. ولی آها اینجا مثلا من نوشتم برنامه دارم، دوستمون آقای علی ترابی نوشته با سلام جناب سربی، در مورد کار ترامپ و پناهنده ها صحبت بفرمایید، نگرانی. چشم، این در رابطه با برنامه است. ولی یه دوستی آمده نوشته نمیدونم ترامپ در عربستان، میگم بابا این کاری به برنامه نداره، اون اگه ما صحبت کرده بودیم شما بیا در اون رابطه صحبت کن. این ماجرای حتی با آقای یزدان خداوندلو یه روز گفتم، گفتم شما که خودت اینقدر ایراد میگیری از دوستان، خودت هم نباید وقتی من نوشتم نظر شما درباره آمریکا ایرانیان خارج از ایران چیه، بعد شما بیا یه چیزی بنویسی که اصلا هیچ ربطی به این نداره، طرف وقتشو صرف میکنه میخونه بعد میبینه بی خود وقت گذاشت. ما اینجا عکس یه الاغی رو گذاشته بودیم که این واقعا الاغ شریفی هم هست، بیچاره زخمی بوده، بردن درستش کردن، حالا ببین چجوری با اینایی که زخمشو شفا دادن داره با محبت اونم جواب میده. ولی این زی خب یه نفر اومده نوشته واو 20، حالا نمیدونم یعنی این خانمی به نام فری، خیلی ممنون. این واو تو آمریکا با یه او میندسن، WOW، وقتی یه چیزی میخوان بگن وو خیلی جالبه فلانه، یه واو اینجوری میگن. من نمیدونم چرا این یه کمی یه وریه درست شد یا نشد، خب نداره. خب بعد ایشون نوشته 20. حالا 20 یعنی چی؟ یعنی نمرمون 20، امیدوارم 20 از 20 باشه نه 20 از 100. اوکی. ولی اینجا آقای حبیب سعیدی یه نوشته ای رو نوشته، من اینو براتون بزرگترش میکنم یا حتی اگه بشه به این صورت براتون میارمش تو صفحه که نوشته رو بهتر ببینید، این وقتی کارام ردیف انجام داده باشم اینجوریه. آقای حبیب سعیدی پلیر 1، اینم پلیر 1، ببینید چقدر قشنگ و مرتب. حالا خودم میام از اون صفحه میخونم دیگه، ای بالا پایین کردنش چشم شما رو اذیت نمیکنه. اولا آقای سعید حبیبی، وقتی شما خودت یه چیز مینویسی دیگه لازم نیست بنویسی توسط حبیب سعیدی، من هم میگم سعید حبیبی ببخشید،
کار خوبیه. اگر یه چیزی رو از یکی دیگه نقل قول میکنی بعد بنویسی این مثلا توسط اون نوشته شده، ولی حبیب سعیدی شما هستی دیگه، توسط حبیب سعیدی چیه؟ البته من پیشنهاد میکنم شما اسم فارسیتم توی همون صفحه اصلیت بغل حبیب سعیدی بنویس، که الان با این تبلیغ مجانی که ما برات میکنیم دوستان احتمالا اگر حتی با فارسی اسم شما رو ببینن بیان اونجا. اشکال من دو تا چیه؟ اولا بارها گفتم مثل اینه که من نوشتم اینجا مردم پدر من فوت شده، روز شنبه به اصطلاح مراسم تدفینش هست، شما بیای زیرش بنویسی که دختر من ازدواج میخواد بکنه همون شنبه، نمیدونم نزدیک قبرستونم مثلا آدرسمون هست. ببین چقدر مسخره میشه و ببین چقدر اونایی که اون بالا رو خوندن که بابای سربی فوت شده نمیدونن بخندن گریه کنن، نمیدونن اصلا واقعا دهنم چی میگن زبونم از گفتن وایستاده که چی بگم. اوکی، حالا ببینید نوشتن این دوستمون، نوشته که من هر آنچه بوی از پهلوی و پهلویچی که در خاتمه به دیکتاتوری استبداد ختم خواهد شد مخالفم. دوست عزیز این غلط جمله شما، شما باید بنویسید من با هر چیزی که بویی از پهلوی و پهلویچی و در خاتمه به دیکتاتوری استبداد ختم خواهد شد مخالفم. اولا شما 6 تا فعل و فاعل توی جمله میاری بعدم انقدر طولانیش میکنی که خودت یادت میره اولش چی گفتی. کی ما ایرانی ها اینجوری صحبت میکنیم؟ نوشتن همون صحبتتونه که شما به صورت نوشتاری در میارید و منظورتون از نوشتن اینی که به اصطلاح نظرتون انتقال بدید. من هر آن چه بویی از پهلوی و پهلوی چی که در خاتمه به دیکتاتوری استبداد ختم شاد شده مخالفم، نه نقطه نه کاما هیچی، هیچ اعتقادی ندارم این رضا پهلوی فرد دموکراتی باقی خواهد ماند در صورت کاره‌ای شدن. والا ببخشید بچه های ما وقتی اینجا فارسی صحبت میکردن بعضی هم گفتن آقا چرا اینا مثل افغانی ها صحبت میکنن، میگفتیم خب برای که تو خونه فارسی صحبت نکردیم، اینا با کسی نبودن، اینا هم همین جوری دیگه یاد گرفتن دیگه. نه که افغانی ها صحبت کردن چون اشکال داره، افغانی ها خیلی از ما بهتر صحبت میکنن چون کلمات پارسی دری بیشتر استفاده میکنن، ولی کلن اینو میگه. خب این شورای ملی را هم نوشته نمیدانم چیست چون حتی یک ثانیه وقتم را صرف خواندنش نمیکنم. دوستان نگاه کنید، آقایی که یک ثانیه وقتش رو صرف خواندن یک چیزی نکرده الان میاد به من و شما میگه که من نمیدونم چیست. خب برای که نخوندی. بعد جالب اینه که دربارش نظرم میده. خب اینجا نقطه گذاشته، همانطور که بارها به فیسبوک آورده ام رضا پهلوی در مصاحبه‌هایش گفته مادرش، همسرش و احیاناً دخترانش متن شورای ملی را امضا کردند. شما اگه داری نقل قول میکنی دیگه احیاناً نباید باشه. اگه گفته مادرش و همسرش، من فکر نمیکنم دختراش هنوز توی جایی به اصطلاح اسمی نوشته باشن کار کرده باشه. در اصل شورای سلطنت باید باشد تا ملی. خب اینو بخون، شاید نوشتش یه جوری نوشته که یه عده‌ای رو گول بزنه به نام شورای ملی، بعد بخون بگو آقا اینجا که اینجوری نوشته اینا دارن کلک میزنن، این شورای ملی نیست و شورای سلطنت. به نظر من کسی که زمان پدر ایشان شلاق استبداد شاهنشاهی را خورده هیچ وقت پای صندوق رأی نخواهد رفت که در کشورش نظام شاهنشاهی تجدید حیات پیدا کنه. این نظر شماست، کاملا هم برای شما محترم. فرق این سلطان اون سلطان سید علی چلاق مافنگی با آن سلطان چه بود؟ چه بود یا چه هست؟ این یکی نعلنگ به پا دارد، نعلینه یا نعلنگ، نعلین فکر کنم باید باشه چون دوتا نعل نمیدونم و بس و بس، نه پهلوی نه رجوی نه حزب الله، همه اینها باید گفت ول معطلی در داخل و خارج ایران آنقدر تحصیل کرده و مطلع وطن پرست و آگاه به شرایط روز وجود دارد که توهین به پرستیژ آنهاست. آقا جون دیگه بس، شما که همه رو گفتی نه اینایی که ما میشناسیم
و به نظر میاد شما یه عده‌ای رو میشناسید که هم با پرستیژ هم وطن پرستن هم سواد دارن. خب دوست عزیز، به جای این که وقتت رو تلف کنی روی آگهی فوت پدر سوربی بیای ماجرای عروسی، نمیخوام بگم عروسی ننت، عروسی دخترتو، عروسی نمیدونم خواهرتو بنویسی، یک کلمه قشنگ یه جایی روی وبسایت خودت بنویس. میدونم روی فیسبوک خودت نمینویسی چون 70-80 نفر هست، اینجوری فکر میکنی زرنگی. آخه وقتی با سوادای ما با پرستیژای ما زرنگیشون اینجوری باشه که یه نوع دزدی هست، خب چه انتظاری داری از اون بیسواده؟ منتظر آقای حبیب سعیدی یا همه سعیدی، ساعدی نیست، سعیدی هستیم تا ایشون هم نظرشون رو بگن، چون ما توی تلویزیون مردم هر وقت درباره یک کسی میخوایم صحبت کنیم قبلش بهش اطلاع میدیم، بعدش هم لینک رو براش میفرستیم، میگیم آقا یا خانم ما امروز درباره شما صحبت کردیم، شما میتونی بیای درباره خودم همین چند دقیقه که من صحبت کردم شما صحبت کنی. نکنید این کارو. حالا چون نکنید این کارو، من شما رو پاک میکنم. اگه یه بار دیگه این کارو کردید بنده شما رو بلاک میکنم. یعنی به احترام دوستی، بله خب یه کسی آمده این پایین قشنگ نوشته لعنت به کسی بر کسی که این کار را کرد به زبان بسته، باریک خیلی قشنگ، منظورش اون کسی که گردن این الاغ رو با چاقو یا با یه چیزی زخم کرده، فیلمو دیده، احساسش رو به این وسیله نوشتن منتقل کرده تو چند کلمه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو 10 کلمه منظورشو گفته، جای درست هم گفته، منم ازش تشکر میکنم. شما یک صفحه انشا نوشتی و ببخشی بی منطقی خودت رو به مردم معرفی کردی، گفتی من آدمی هستم که نخونده قضاوت میکنم، من آدمی هستم که نخونده بر علیهش تبلیغ میکنم. اقلن برو به قول خودت یک دقیقه وقت بذار بخون، وقتی خوندی اون وقت بیا بسته من بگو که من شورای ملی رو خوندم، من اساسنامه نمیدونم مجاهدین که اساسنامه شون که دیگه اصلا عوض شد تغییر کرد، من طرح خودگردانی آقای مصطفی زاده رو سالها پیش خوندم، من احزابی مثل اون حزب ملت رو خوندم و به این نتیجه رسیدم. اگر میخوام مستقل باشم بهترین کار اینه که توی هیچ کدوم از اینا عضو نشم، چون وقتی عضو میشی ناخودآگاه، حالا ناخودآگاه هم نیست، حقیقتا خودآگاه یه وابستگی پیدا میکنی، خودت رو مدیون اونها میدونی و عیب و ایراداتشون رو نمیگی. ببخشید که من این رو خیلی اینجوری اینجوری میکنم، امروز صبح رفته بودم دکتر چشم و به دست میزنه به عینک، عینک نمیدونم سال قبل تو آزمایش کنم و اینها، گفت که چشمت وضعش خوبه، خیلی ضعیف نشده. گفتیم بابا همین که 60 سالم کار کرده ازش ممنون و متشکرین. اینم از این ماجرا. دوستان پس نوشتم چی؟ در صفحه بله اون ماجرای خر و اینها، و من روی تلویزیون مردم سعی میکنم فقط برنامه های خودم رو بذارم. کسانی که اینجا برنامه دارن و خواستن از ما که برنامهشون روی تلویزیون مردم فیسبوک پخش بشه، که اونم 25 دلار اضافه تر میدن، ولی از یه کسایی مثل کانون آوا که بچهای هستن که هم پناهنده هستن هم سالهاست با ما هستن، دیگه اونو نمیگیریم، به این میگن بونس، اینو یک چی میگن هدیه، چی میگن تحفه، یا برگ سبزی است تحفه سوربی، اونو بهشون تقدیم میکنیم. اینم از این. در صورت آها بعد بیاین پایین‌تر، باز اینم نوشتم برو پایین، نوشتم برو پایین، نوشتم روی صفحه خودت پست پسر کوچولو با لودر رو نشون بده و درباره خلبانی آقا رضا پهلوی هم صحبت کن. الان میدونم نایه خانم میگه آقا من رضا پهلوی رو دوست ندارم، ولی شما هم I'm wondering how much is the price for painting. Oh okay. بله دوستان، من حدود 70-80 هزار دلار تابلوهای نقاشی آقای سالار احمدیان رو دارم. سالها پیش وقتی ما پولدار بودیم و با تلویزیونای ایرانی کار کردیم و پولی نمی گرفتیم، آقای سالار احمدی آمد چندین نمایشگاه گذاشت توی اینجا و توی
هوستون و توی مریلند و اینها، و ما یه مقداری پول خرج کردیم و قرار بود ایشون به ما یه پولی بده، بعد پول که نداد هیچی، تقریبا یه کلاهی هم می‌خواست سرمون بذاره و اینها. در نتیجه به اینجا رسیدیم که بابت این کارهایی که کردیم یه سری نقاشی از ایشون خریدیم و گرفتیم بابت 18000 دلار پول که داده بودیم. و بعدن چیزی که کردیم به اصطلاح چی میگن، تسویه حساب. خیلی‌ها تسویه حساب رو می‌نویسن تسویه، تسویه شما چیزی رو صاف نمی‌کنی، تسویه حساب بماند، در صورتی که میگیم حسابمون صاف کنیم. خب حدود 70 80 هزار دلار تابلوهای نقاشی من باید یک برنامه بذارم روزای سه شنبه و پنج شنبه بشینم اینجا کتاب بفروشم، تابلو نقاشی بفروشم، که دیگه اون موقع اصلا نیازی به شما نداشته باشم. چون واقعا این کار زشتی که برای 18 دلار دو تا فیلم ما بیان به شما بگیم، بعدم طرف بگه آقا مگه من گفتم تلویزیون باز کن؟ نه بابا من که نگفتم چون تو گفتی تلویزیون باز کن 18 دلار بده. میگم این دو تا فیلم هست، اون موقع به روز ماهیانه پولی میداد، یه فیلمای میفرستاد میگو این فیلمو نشون بده. یه مدت فیلمای فولادوند بود، یه مدت شعری بود که اون شاعری که میگو گیرم گلاب تو گلاب قمصر است، نمیدونم چه فایده که از گلهای پرپر است، که بیچاره خود شاعره مثل که پرپر شد اصلا پیداش نیست. اگه کسی از اون شاعر خبری داره لطف کنه با منم تماس بگیره، ممنون. در صورت اینا دیگه الان حمایت نمی کنن، بچه دار شدن، خرجشون زیاد شده، گرفتار شدن و این اوضاع. اتفاقا امروز براتون پیام حسین رو پخش میکنم از ایران. حسین میگه گاهی وقتی که میرم ترکیه، خب حسین مچتو گرفتم، وقتی تو ایرانی میگی مشکل پول بفرستم، وقتی میری ترکیه دوتا آبجو میخوری، یه شام میخوری، اندازه یه شام و دوتا آبجو هم فکر کن ما اونجا هستیم. برای ما هم از ترکیه با وسترن یونیون با پیپر میتونی پول بفرستی. ولی دو سه تا پیام گذاشته، پیام های حسین در تلگرام راجع به برج پلاسکو. آقا پلاسکو برج نبود دیگه، یا 13 طبقه یا 17 طبقه، اینا رو نگیم برج، و اینا ساختمون بوده. اینجا داریم ساختمون های میگن مید رایز، های رایز، به ترتیب همینجوری. ولی ما خیلی آدمای بدبختی هستیم، تا موقعی که این ساختمون بود هیچ کدوم نمیگفتیم برج پلاسکو که اون کسی که توش کار میکنه افتخار کنه که در برج پلاسکو کار میکنه. حالا که ریخته زمین، بمب منفجر شده، دسیسه بوده، هرچی، این شد برج. یعنی درست عین این که موقعی که ما یه نفر زنده است بهش ارزش براش ارزش قائل نیستیم، وقتی مرد میشه قهرمان، خیلی آدم پاکی بود، خیلی آدم آنستی بود، فلان بود و اینا. این ساختمون هم همینجوره، اینجوری باشه همه ساختمون ها آرزو میکنن یکی پس از دیگری بریزن پایین. پیامش پخش میکنم راجع به ترکیه، اینجا نوشتم گفتم امیدوارم که وقتی رفته ترکیه حمایت کنه. بعد راجع به چین، چجوری شد که وسایل چینی یه دفعه تو دنیا انقدر زیاد شد، تو ایران انقدر زیاد شد؟ آقا اینا برنامه ریزی یک ساله و دو ساله و یک ماه و دو ماهه نبوده. پس پیام های حسین رو براتون پخش میکنم و همینجا در رابطه با اون همشهری که صد و خورده روی تلگرام پیام فرستاده، صد و خورده، بارها برای این دوستمون نوشتم همشهری، شما اینها رو خوندی خودت یا فقط تیترشو میبینی، حتی تیترشو نمیخونی برای من میفرستی؟ نکنید این کار. یه چیزی رو وقتی خودتون خوندید بعد بفرستید، نظر خودتونم بگید، بگید من اینو خوندم، نظرم هم اینه. در هر صورت ایشون صحبت کرده که تلفن قدیمیش رو عوض کرده، تلفن جدید گرفته به دلیلی که تلفن جدید اینجوری و اینها. بعد میگه تلفن جدید رو با شرکت AT&T که گرفتم، رفتم دیدم این تلفن خیلی نازک نارنجیه، گفتیم که یه جلدم براش بخریم، گفت 70 دلار. گفتم آقا من این تلفن رو خریدم 60 دلار، شما جلدش رو میدی 70 دلار؟ گفت عزیزم این تلفن رو نخریدی 60 دلار، این تلفن 600 دلاره. بهت یک قراردادی فروختن که توی اون قرارداد ماهیانه دارن بابت این تلفن ازت کم میکنن. دوستان این فاین پرینت یا نوشته های ریز قراردادها رو دقت کنید. البته خود منم بعضی وقتا وقتی 20 صفحه میذاره جلوت دیگه نمیاد که 20 صفحه رو بخونی، اونم با انگلیسی ما، حالا I am a black board و این اولی ومنه اون ومنه، اینجوری سالها طول میکشه.
و اونا عمدن هم این کاری کردن، عمدن طولانیش کردن کسی حوصله نکنه که روزی که شما میری میگی آقا میخوام قطع کنم، میگه آها حالا باید 400 دلار بدی چون زود قطع میکنی. میگی 400 دلار برای چی؟ میگه برای که این تلفن رو بهت داده بودیم 60 دلار، حقیقتا 700 دلار 600 دلار بوده بماند. امیدواریم این دوستمون به زودی دست و پاش رو جمع کنه و به جای اینکه هی به من خبر بده هنوزم گرفتارم نمیتونم، ما دیگه گیوپ کردیم، هر وقت گرفتاری تموم شد شما به من خبر بده. یه دوستی، من به همه میگم دوست، یه دوستی توی تلویزیونی من دیدم برنامه داشت، براش روی فیسبوک نوشتم که اگه مایل باشید بیان اینجا مهمون ما باشید چند دقیقه صحبت کن. ایشون نوشت که بسیار فکر خوبیه، کی میتونم بیام؟ گفتم چهارشنبه بیا. گفت نه من حالا دارم میرم مسافرت، دو ماه نیستم. گفتم شما به من گفتی کی بیا، پس شما برو مسافرت، دو ماه رو خوش بگذرون، بعدش با من تماس بگیری. دوستان این چیزای کوچولو رو رعایت کنیم. دیروز آقای هرمز چمنارا که ایشون رو من قبل از داداشش سهراب میشناختم، آدم بسیار خوبیه، انسان شریفی است و سالها از طریق این جبهه ملی و از طریق این کجاست توی فارس چش میشناختمشون، در اصل سلام علیکی با هم دارم. یه ایمیلی فرستاده بود و این دوستان متاسفانه هنوز ایمیل ها رو بی سی سی نمی کنن، سی سی می کنن. وقتی بی سی سی می کنی به دیگران لیست اینایی که فرستادی نشون نمیدی، ولی وقتی سی سی می کنی همه می بینن که شما برای 50 نفر، برای 60 نفر ایمیل فرستادی و شاید اونها نخوان بدونن که مثلا شما باشون دوستی. در صورت ما هم اینجا زدیم reply to all و برای ایشون نوشتیم که آقا من اصلا این ویدیویی که شما اینجا نوشتی نگاه نمی کنم، ولی موضوع اینه که شما نوشتید گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل او تو را چه حاصل. اولا این از فضل پدر تو را چه حاصل قشنگتر و به اصطلاح جاریتر این شعر و فکر کنم درست‌تر. دوما تنها افرادی تو قبرستونا دنبال استخون مرده میگردن، تنها افرادی تو تاریخ دنبال قصه های دروغ میگردن که بهش افتخار کنن که امروز چیزی نداشته باشن بهش افتخار کنن. آقا من به خودم افتخار میکنم که دبیر بودم، بعد دیدم اوضاع ایران اینجوریه نمیشه توی زندگی کرد، بلند شدم آمدم اینجا، هر کاری که بگید کردم، بچه هامو فرستادم دانشگاه، خودم تنها نبودم، خانم من بوده، اونم بنده خدا از صبح زحمت کشیده تا شب، فرستادیم دانشگاه، دو تا بچه موفق داریم. این افتخار منه. دنبال کوروش و داریوش و تو کوچه پس کوچه دنبال کاوه آهنگر، آقا دروغ، داستان قصه است. کاوه آهنگر رو نمیدونم ضحاک، قصه است. و شما میای از رو قصه تاریخ برای من میسازی میفرسی. آقای مسعود سهیلی براش نوشتم آقا این تاریخ یا قصه است، ما گیت شدیم. میگه دوست عزیز تاریخ قصه هایی است که مردم مینویسن. آقا این حرفا یعنی چی؟ بله قصه های دروغی یا جنبه های خودشونو میگن، ولی تاریخ اون چیزی که وجود داره، سند داره و الی آخر. در هر صورت بمانه، ما آمدیم این برگردیم این پسر کوچولو رو با این لودر نگاه کنیم. قبلا من یه بار اینو روی فیسبوک گذاشتم، یعنی نشون دادم و من خود من این شاهد بودم سر کوره های آجرپزی، سر کارهای ساختمونی، مخصوصا تو دهات و اینایی که دور از شهر هست، این بچه ها خیلی زود یاد میگیرن، البته متاسفانه زودم یاد میگیرن سیگار بکشن، زودم ناقص میشن یا دستشون لای دستگاه میره یا پاشون، که امیدواریم همچه اتفاقی نباشه یا کم کم باشه. شما اینو نگاه کنید، من صداشو کم میکنم چون صداش صدای ماشین و قارقار و اینها چیز مناسبی نیست. ببینید این پسر کوچولو میره بالا، استارت میزنه، ماشین رو روشن میکنه،
دقیقاً نگاهش کنید، فسقلی حتی رو صندلی نمیتونه بشینه، مجبوره وایسته که پاش به اون گاز و ترمز اینا اون پایین هرچی هست و دستش هم اینجوری. ولی ببینید قشنگ بار رو میره لود میکنه و میاد اینجا، حالا هم لودش تموم شد میره به امان خدا. امیدواریم که اینا سالم باشن و امیدواریم برنامه‌ای باشه در کشور که اینا حتی اگه کارم میکنن اولا بابت کارشون دستمزد بگیرن، دوما به درس و مشق و مدرسهشون ضرری نخورن. ولی چرا اینو امروز به شما نشون دادم؟ یادم سالها پیش اون موقعی که تو ایران بودیم، این آقای رضا پهلوی نمیدونم 16 سالش بود 15 سالش بود چقدرش بود، فرستاده بودنش تگزاس. آقا اومده بود اینجا، رفته بود خلبان شده بود، که اولا من نمیدونم خلبان شدن خب یه سنی لازم داره، یه شرایط ورودی لازم داره. البته تو آمریکا میدونید شما پول بده هر کاری دلت خواست انجام میده. نمیدونید با چه ساز و نغاره‌ای اینو تو گوش و چشم تلویزیونای ایران کردن و گزارش دادن حضرت آیت الله رضا حاج پهلوی پرید با هواپیمای جت آمد و مادرش هم پشتشو میمالید و ماساژش میداد، اون یکی آب نبات بیار، اون یکی نمیدونم. ما ملت بدبختی هست، چه کاری کرده؟ نشسته یه دفعه 4 سالگی پشت پیانو آهنگ ساخته، خب کلاس براش گذاشتید رفته جایی که اصلا شرایطش رو نداشته، رفته بهترین معلم ها، بهترین آموزگار ها، بهترین استاد ها، بهترین اینستراکتور ها رفتن یادش دادن. دیگه باید خیلی خر و خنگ باشه که اینم یاد نگیره. بعدم حالا چه کار کرد؟ به چه دردیش خون؟ فوتبال بازی میکرد میذاشتن گل بزنه. بعد یکی از افتخارات این رادیو تلویزیون ها اینه که آقا من در زمان فلانی من در کاخ مأمور نمیدونم رسانه بودن. چه رسانه‌ای؟ شما همتون نوکر بودید، خجالت بکشید. آقای سیاوش آذریه چیه؟ من ایشون رو یکی دو بار دیدم، آدم خوبیه، ولی این بنده خدا هنوز تو 70 سال 60 سال پیش داره زندگی میکنه با همون داستانا خوشه. آقا شما یه کارمندی بودی، نوکر دولت که میگفتن اشتباه بود، باید بذاشتن نوکر مردم. شما نوکر مردم بودی، آره بر حسب تصادف اون یکی میرفت سر کلاس درس میداد، اون یکی صبح زود تو خیابون آشغالا رو جمع میکرد، اون یکی پاسبان بود، شما شده بودی خبرنگار. خدا که نبودی، آره برای مردم خدایی میکنی. البته چه خدایی، همینجا هم هفتشون گروه 16 شونه و اگر یه روز حقوق سوشالشون دیر بیاد دیدید بدبخت اون سید کریم چیزاشو ریخته بودن بیرون. نمیدونم سید کریم بالاخره اینجا مونده یا برگشته انگلستان. و اما عکس ها را نشان بده و به مردم بگو که اگر تماشا کردن برنامه های تلویزیون از فیسبوک، از وبسایت مردم تیوی روی کامپیوتر براتون مشکله، شما میتونید یه باکسی هست به نام ایرانیان آی پی تی وی باکس، اونو بخرید و روی اون به اصطلاح ببینید. ببینم حالا من میتونم پیداش کنم یا نه، باز گذاشته میشون توی این لایف تی وی اگه اشتباه نکنم. یک M1 و M2 هم باید نوشته میبودم، نوشته بوده بودم. بذارید ببینم پیدا میشه یا نه. خب اینم جزو نامرتبی های ما، ببخشید. در صورت دیروز من وقت داشتم یک کمی این آی پی تی وی رو روشن کردم، دیدم خیلی جالب فیلم های جدید رو میاد براتون میذاره صفحه اول، دنبالش نمیخواد بگردید و خلاصه یک کم نگاه کردیم و اینها. ولی خیلی هم سرویسشون فسته، یعنی من آمازون و اینا رو که میگیرم هی کلیک باد وایسی به اصطلاح چی میگن استریم نه اون بافر کنه و فلان اینها. دوستان دیدید که الان ماها مسخره میکنیم که آقا این ایران رفته با جیبوتی، آخه این قیافه چیه، این مرده که فلان بیسار. نگاه کنید دوستان، اینایی رو که تو جشن 2500 ساله بود دعوت کردن 7 سال 8 سال قبل از انقلاب، قیافه این طرف رو نگاه کنید تو رو خدا، این مال کی بود؟ این مال اتیوپی بود نه؟ اگر امروز این با یک کسی مثل روحانی، با یک کسی مثل احمدی نژاد، و یه کسی مثل خامنه‌ای باشه، میگیم آخه نگاه کنید اینا کیان. ولی نگاه کنید چه جوری بغل دل
خب بغل دل همینه دیگه، سمت چپ تقریبا دله، بغل دل خانم پهلوی همچین هم رفته تو دستش فشار داده، یا اون نشسته رو صندلی پهلوی اومده اینجا براش این نزدیک. در هر صورت دوستان همون موقع هم همین بودیم. چیزی که هست ببخشید اینو میگم و the same shit بوده توی زرورق طلایی پوشوندنش، الان شت شته، ولی اون موقع گذشته بودنش تو زرورق طلایی باید بازش میکردی بعدن میفهمیدی. ماجرای این شت و بوگند و اینها اینه که میگن آقای ترامپ واقعا همون مثل شته یا مثل کسی که رفته باشه تو توالت و معلوم نیست چه گند و گویی تو دو سه روز گذشته خورده که حالا اصلا بوگندش میخواد همه رو خفه کنه. اینایی که باهاش کار میکنن، یکی اون کسی که توی وایت هاوس مسئول چیز هست، بگید سکرتری به اصطلاح پرس سکرتری، یا یکی اون یکی دیگه که توی خلاصه این دو ستایی که دور برش هستن، طرف میگفت اینا مثل اون، ما به همه چی هم میگیم پیف پاف، جسارت که پیف پاف اسم یک چیزی بود برای مگس کش و اینا بسکی بود، پیف پاف یعنی میزدی میکشتش، یا پیف پیف همینم. در اصل اینجا این چیزایی که خوشبو میکنه و قرار عطر طبیعی باشه و اینا بیشترشون کمیکالن، خود اونو که اسپری میکنی یه بوگند خاصی خودش داره. حالا طرف تو تلویزیون آمریکایی میگفت که ترامپ میاد عین کسی که رفته توالت، بعد اینا میرن پشت سرش میخوان درستش کنن، اون حالا یا پیف پاف یا خوشبو کننده رو میزنن، و حالا که شما میری حالا دیگه دو تا بوگند، یه بوگندش کمیکال شیمیایی، یه بوگند طبیعی. در صورت ماجرای ترامپ کارم از خنده گذشته است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. در چند روز گذشته این برای اینکه نمیدونه چه کار کنه، نه بلده چه کار کنه، فقط داره ماجرای شلوغ بازی و به اصطلاح جنگل جونگو چی میگن دنگل دونگو در میاره تا من و شما رو مشغول کنه، و هر روز به یه شکلی جدیدن این ماجرای گرین کارت سیتیزن دیگه. دیدم آقای عزیزان نوشته بود گفتن 3 ماه اونایی که اسمشون عربیه میندازیم زندان تا اسمشون عوض کنن بیان بیرون. آقای عزیزان شما این خبر رو از کجا خوندی؟ برای ما منبعش بفرست. والا نکنید اینا این قرم قرمیه که شما میکنید که مردم بیچاره برای شنیدن قرمساق حاضر بشن. آقا این کاری هم که کرده غیر قانونیه، الان چندین قاضی گفتن این باید 30 روز به تأخیر بندازه چون غیر قانونی. حالا دلیل غیر قانونیش هم براتون میگم. حتی فرماندار این شهری که من هستم، ویرجینیا ایالت که هستم، آقای تری مکالوف، ایشون دیشب اون دم فرودگاه و این ورور بود که این کار غیر قانونیه و این مملکت ما رو داره میبره مثل ماجرای ریسیست نژاد پرست یا دوران هیتلر و اینها هست. و دوستان با هر چیزی که شما مخالفتی ممکنه با صهیونیست داشته باشی، با کلیمی داشته باشی، با یهودی داشته باشی، یهودیا میشه بگیم اولین کسانی بودن که آمدن به حمایت مسلمان‌ها، گفتن که ما این بلا رو کشیدیم و عواقبش رو میدونیم و نکنید این کار. آقای ترامپ احمق اومده اسم 7 کشور رو که ماشاءالله ایران هم جز بشه، 7 کشور رو گفته، و این 7 کشور تا حالا یه دونه تروریست رفیوجی نداشته. باورتون میشه؟ ولی اون کشوری که 2 یا 3 کشور بودن، پاکستان بود و یمن و عربستان سعودی اگه اشتباه نکنم، اون پاکستان و عربستان سعودی رو نیذاشته. چرا؟ چون تو اون کشورها سرمایه گذاری کرده و منافعش اونجا به خطر میفته. میگه که من گفتم هر جا که مسلمن، آقا اصلا قبله مسلمین کجاست؟ مگه عربستان سعودی نیست؟ پاک از پاکستان چرکستان مسلمونتری پیدا میشه؟ امروز سالگرد روزیه که این پاکستانی ها زدن گاندی رو کشتن. باورتون میشه؟ امروز صبح من با یه پروفسور هندی صحبت میکردم که ایشون 500,000 دلار از مکدونالد تو هندوستان گرفته. باورتون میشه؟ وقتی که پروفسور بوده اینجا با بچه هاش میره هندوستان دیدن مادرش و اینها. خب دیگه حالا آمریکایی پروفسور اینجا یک تاکسی اجاره میکنه برای همون روز و به تاکسی میگه مثلا 50 دلار بهت میدم و بنزینت هم پر میکنم شب.
بعد میگه وقت داشتیم میرفتیم دیدیم این مکدونالد باز کردن اونجا سالها پیش. گفت بچه هم گفتن بریم مکدونالد هندوستان ببینیم چجوریه. گفت رفتیم اونجا، گفت که به مکدونالد مثلا اینا گفتن همبرگر، گفت ما گوشت نمیفروشیم، نه گوشت هم میفروشیم نه گوشت گاو، و مثل که مثلا یعنی چیزهاشون ویژیتریانه، خامخاری نه میوه گیاهخواری. بعد گفت که من همون موقع گفتم خب شما این مکدونالد که سمبولش همه جا هست زدین، و گفت این ماجرای لمبرگر رو شنیدی؟ هم یعنی گوشت خوک دیگه، هم برگر. حالا این لمبرگر مال این پروفسور است و میگه من از اونجا که اومدم رفتم سفارت استرالیا، رفتم سفارت نیوزلند و بهشون گفتم من روزی 1,000,000 از این همبرگرای 3.5 اونس میخوام و از کشور شما تا هندوستان 3.5 ساعت پروازه، اینا رو یخ زده اگه بفرستید همون صبح که میفرستید اونا میتونن تحویل بگیرن و بمانن. مکدونالد $500,000 به این میده که آقا این امتیازی که تو گرفتی بده به ما، $500,000 میگیره میاد کنار. این پروفسور امروز داشت میگفت که امشب در گاندی سنتر، در گاندی سنتر که توی بوردر واشنگتن و مریلند هست، گویا میخواد سخنرانی کنه. و حالا از کجا رسیدیم به اینجا؟ به ما نقل مسلمان ها، نقل پاکستان. بله این پاکستانی ها انقدر متعصب بودن مسلمون، گاندی گفت آقا مسلمونی برو برای خودت مسلمون باش. اینا گفتن نه ما کشور خودمون رو میخوایم جدا کنیم، و پاکستان یه قسمتی از هندوستان بود که بعدم اون یکی دیگه سریلانکان یا یکی دیگه جدا شد. حالا اینا چی هن که اینقدر جدا میشن؟ البته به پاکستان و هندوستان و اینها نمیشه بگی مورچه چیه که کل و پاچش چی باشه. هندوستان با بیش از 1,000,000 چقدر، با بیش از 1,000,000,000 نفر جمعیت، پاکستان اگه اشتباه نکنم بیش از 170,000,000 نفر جمعیت، ولی پاکستان توی این لیست نیست. عربستان سعودی که اصل اسلام و مسلمان ها از اونجاست توی این لیست نیست، برای که آقای ترامپ اونجا کلوب و باشگاه و اینها داره. و امیدوارم این پروفسوره که پیشبینی کرده ترامپ چیز میشه، ایمپیچ میشه، اتفاقا این حسین یه مسیجی گذاشته درباره ایمپیچ، اونم خیلی قشنگه، اونم پخش کنم. ولی قبل از اینکه فراموش کنم، چون من یادم رفته بود این نوشته دوستمون رو بخونم راجع به ساختمان پلاسکو و گذاشته بودم تو قسمت عکس ها چون ازش عکس گرفتم، حالا با هم میخونیم. و این دوست مهندس 50 ساله ما ببینید چی میگه یا چی نوشته در رابطه با پلاسکو. ایشون نوشته که سقوط ساختمان پلاسکو پس از آتش سوزی، رأی یک مهندس با 50 سال کاردانی و فعالیت عملی در کشورهای مختلف. ساختمان ها باید مقاومت آتش سوزی داشته باشند. در طرح و ساختن و انتخاب مساله این مسئله جزء اساسی ترین فقره این کار است. از طرفی باید ساختمان به اقامت کنندگان در آن اجازه دهد بتوانند در وقتی مناسب به خارج بروند و جان خود و چیزهای ارزشدارشان را با خود ببرند. طرز باز شدن درها، راهروهای باز، پله‌های امن که از آتش کاملا جدا باشد باید در این طرح گنجانیده شده باشد. اما خود ساختمان بنابر ارتفاع و مساحت و تعداد طبقه‌ها باید ایزوله از آتش باشد. مدت فعالیت این مصالح ایزوله از آتش از 0.5 ساعت تا 1.5 ساعت تعیین می شود و بر اساس مساحت ساختمان تعداد طبقه ها باید در نظر گرفته شود یا باشد. اداره شهرداری محل و دستگاه خاموش کننده آتش در دفتر اوضاع فوق‌العاده پرونده تمام ساختمان‌های از 4 طبقه به بالا و با مساحت‌های بزرگ مانند فروشگاه‌ها را در اختیار دارند. دوستان اگه تو آسانسوران برید، نوشته که این آسانسور در فلان تاریخ سرویس شد، مدارکش در دفتر این ساختمان موجود است. در ساختمان پلاسکو همانطور که در عکس‌ها نشان داده شده، از ایزوله آتش جهت حمایت آهن به طور صحیح استفاده نشده است
بدین علت پس از مدت کوتاهی آهنهای ستونها و پله‌های نزدیک به آتش تغییر شکل داده و سقوط کردند. به اضافه مسئولین آتش خاموش کردن یا مسئولین آتش نشانی، مسئولین آتش خاموش کردن میبایست با برنامه کار میکردن، یعنی اول تمام حاضرین در ساختمان را خارج و بنابر وقت ثبت شده در پرونده ساختمان از خارج و به مسافتی که عمد باشد اقدام به خاموش کردن ساختمان میکردن و وقت زمان فعالیت ایزوله را هنگام آتش خاموش کردن در نظر می گرفتن. ایشون یه صفحه دو هم داریم، بذارید این صفحه رو براتون بزرگتر کنم به این صورت. اوکی، کامرای سه هست. این دو عامل یعنی کمبود در طرح و مساله در کنار نادانی مسئولین آتش خاموش کردن. دوستان نادانی تو اتهام نیست، توهین نیست. اگر مسئولین آتش نشانی ایران به موقع کلاس های بین المللی و پیشرفت های دنیا را نبینن، یعنی این بند خدا ها نادانن به نسبت پیشرفت هایی که در دنیا شده. این توهین نیست به اونها. حالا فوری بر ندارید بعد بنویسید که آقا چرا این توهین کرده. اینها از چیزهای جدید استفاده نکردن، نداشتن یا نادان بودن. اینها توهین نیست. اینها باید مسئولینش رو پیدا کنید، یقه اونها رو بگیرید که چرا اینها نداشتن، که چرا اینها رو در نادانی شما نگه داشتید. بله، کردن سبب از دست دادن این تعداد زیاد از همیهنان شده است. خود فکر کرده و خودتان فکر کنید و مقصر را بشناسید. این یکی از آثار شوم نادانی مسئولین و دخالت هر کس در امور گوناگون و عدم احترام به اختصاص و فناوری افراد متخصص است. بدانید که این حادثه بعد از مدتی از طرف عموم و مسئولین به فراموشی می رود، اما به علت اینکه خیلی از ساختمان ها، اگر نگوییم همه آنها، چون بنابر اصول هندسی صحیح ساخته نشدند، در آینده با همین مصیبت مواجه خواهند شد. متاسفانه مغز ما برای سیر در گذشته و پیدا کردن علتی جهت پوز دادن و فخر فروختن بر دیگران راهنمایی شده و هرگز به فکر تغییر استفاده از مغز و بهبود وضع عموم افراد نیستیم و آنگاه که مصیبت بر سر خودمان آمد تا آخر عمر آه و ناله میکنیم. ممنونم از این دوستمون، امیدوارم که در برنامه‌های آینده با صدای ایشون با خودشون بخونن اینها را که بهتر باشه. و من بارها گفتم که اون کسی که مینویسه وقتی خودش بخونه خیلی بهتر و خوبتر هست. بذارید ببینم من این عکسی رو که میخواستم از تلویزیون به شما نشون بدم میتونم پیدا کنم از این تلویزیون. متاسفانه از توی تلفنم آوردمش که توی کامپیوتر. آها هستش، یه بار دیگه پیدا شد. 496. بله دوستان این صفحه رو ببینید شما. کامرای 3 select area. بله کامرای 3 دیدید شما. این صفحه تلویزیونیه که من توی اتاقمون داریم. رفتم اونجا دیروز زدم این باکس به این کوچیکی ولی به این قدرت بیش از 800 تا کانال تلویزیون. بعد کانال ها رو خیلی ردیف نوشته، اینایی که رو ماهواره هستن، فیلم، سریال، موزیک ویدیو، شو، کاریوکی. این قسمت کاریوکیش دوستان استفاده کنید توی مهمونیاتون خیلی خوبه، بدونی که هیچ وسیلهی بخوان بخرید و فلانی ها، دیدنی ها، بازیگران، خواننده ها. بعد مثلا میای تو قسمت فیلم وقت تو حتی اینا هم نشته کانال‌های خارج از ایران. یعنی اینا رو خیلی قشنگ ایندکس کرده، ردیف کرده، سورت کرده، هر جوری که اسمش بگین. و چه جالب که تصادفاً برنامه این آقای خوشتیپ بود. بله. و بله. ببینید اون وقت فکر نکنید همیشه این دور و برش اینجوری هست. وقتی که کانال مورد علاقتون رو پیدا کردید، یه دونه به اصطلاح کلیک میکنید روی پلی، این صفحه همه صفحه میشه این.
اینم فکر خوبیه که همیشه این منیو یا راهنماش اینجاست و هی شما نمیخواید بک اند فورد، عقب جلو. در صورت این بالا میبینید ایرانیان آی پی تی وی، والا پول آگهی هم به ما ندادن، ما هم هنوز به اصطلاح برنامه با ایشون نداریم. ایشون قراره ویدیوش که درست شد به ما و به تلویزیونای دیگه هم به اصطلاح تماس بگیره، ولی اسمشون اینه ایرانیان آی پی تی وی. میتونید با خودشون هم تماس بگیرید و اقلا اگه تماس میگیرید بگید که از تلویزیون مردم متوجه شدید یه همچین چیزی هست. اونا وجدان داره دیگه، چون دفعه قبل ما یه بار که صحبت کردیم سه بار، یه نفر از ژاپن، یه نفر از کانادا، یکی دیگه هم فکر کنم از آمریکا تماس گرفته بود و ایشون گفت که من باور نمی‌کردم شما همین اینفومرشال که گفتید سه نفر با ما تماس گرفتن. گفتم والله ما گلمون خوش شد. گفت چشات بادامیه؟ گفت بادام بده بخوریم، حالا ما گلمون اسم گلو خشکی آوردیم آب بخور. بعد گفتیم ما گلمون خوش شد، زبانمون مو داره برد که آقا خانم تبلیغ تأثیر میکنه. اگر تأثیر نمیکرد مکدونالد با این همه معروفیت، برگر کینگ با این همه معروفیت، کوکاکولا، پپسی، شبلت، فورد، اسمشو ببر، بانکا، بانکای ایرانی، بانکای خارجی، اینقدر تبلیغ به خورد من و شما نمیدادن. خب پیام دوستی که درباره آیفون و اینها صحبت کرد، گفتم این هم شهریمون هست، دوست عزیز لازم نیست دو بار سه بار پیام بذاری، همون کوتاه مفید مختصر بگی خوبه. و اما پیام حسین در تلگرام، اول یه پیام اینجا داری، بذار اینو پلی کنیم ببینم پیدات میکنم. فکر کنم با تلفن 703 ما زنگ زده بودی و گفته بودی که من همینجا برات صحبت میکنم چون راحت تره. یادم نیست که چرا گذاشته بودمش اینجا، ولی بله پیداش کردم، اینه. ببینیم میشنویم صدای حسین رو و این بلندگوی یا میکروفون فیسبوک رو هم درست کنم. بفرمایید حسین آقا. سلام، حسین هستم از ایران، حالت چطوره؟ گفتم اینجا پیام بذارم راحت تری. عرض کنم که گفتی آقای ترامپ رو ایمپیچ میکنن. آقا من مدت ها کلم میگشت که این ایرانی ها میگن فلانی رو گوز پیچ کردن یعنی چی؟ نگو ایمپیچ. آقا ما بالاخره انگلیسی ها اینجا بودن، روسا بودن، مردم از اونه چیز یاد میگرفتن و البته اونه که تهران بودن و بعد بلافاصله این کلمات بخشید، این کلمات به جای دیگه میرسید. شما فکر کن تو پرانتز ارز کنم، مثلا فرض کنم که همین تصنیف های عارف غزوینی اون موقع رادیو نبود، نمیدونم حتی نوشته هم نبود از خونه جوانان خودش. چون که سه تا پیام دیگه گذاشتی، این پیام تو تا همینجاش که مهم بود که حالا فهمید چرا میگن گوزپیچ، برای که طرف رو ایمپیچ کردن. اینم در طی زمان مثل آدامز که یک چیزی بوده چوینگام مال کارخونه آدامز اومده ایران شده آدامز، مثل چوسفیل که چیز بوده پاپکورن بوده، از یه پاپکورن هم انگلیسیه، یا ذرت چی میگن ذرت بوداده بوده، نمیدونم الان تو ایران چی میگن. این از یه شرکتی اومده به نام چسترفیل، طرف خوندتش گفته چوسفیل، اونم گفته چوسفیل. تهرونیا همیشه چوسفیل میخوردن، ما شیرازیان نقل پیرزن بهش میگفتیم. یه کمی هم بیخود نیست شما تهرونیا اینقدر چوس دماغ هستی از بس چوسفیل های 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 این تهرونیای پرمدعا دوست دارم بیان مهمون برنامه من بشن تا یکی یکی بهشون بگم که برید فارسی یاد بگیرید. بله همین دوستمون از زمانی که من برنامه رو شروع کردم تا حالا، از روز جمعه تا حالا 101 پیام فرستاده بود توی تلگرام. از زمانی که برنامه رو شروع کردم تا حالا که درباره دو تا پیغامی که تلفنی گذاشته صحبت کنم، 7 پیام و مسیج های دیگه، یکی راجع به شهروندان دو تابعیتی، یکی راجع به اشتراک گذاری در سایت بی بی سی، یکی راجع به اعتراض دو سناتور، یکی راجع به توضیح معاون ظریف در رابطه با قطر. ضمناً اگه یادتون باشه آقای اوباما کارکنان روسی رو
قبل از اینکه خودش از آفیس بره بیرون، از اینجا کرد بیرون. در عوض همه منتظر بودن که آقای پوتین هم یک کاری به چیز کنه، به اصطلاح مساوی با همین، و آمریکایی‌ها رو اخراج کنه. پوتین برعکس آمریکایی‌ها رو گفت شما میتونید اینجا باشید، حتی توی مهمونی سال نو یا کریسمس هم بیان، یه چیزای اینجوری، و یه جوری به اصطلاح اوباما رو سنگ روی یخ کرد. این ماجرای سنگ روی یخ هم ماجرا مثالش از کجا اومده احتمالاً در این کتاب بهش خواهیم رسید که طرف سنگ روی یخ شد. پیام حسین رو توی تلگرام هم بریم یکی دوتاشو بذاریم گوش بدیم. حسین جان پیاماتو محدود کن تا روزی که مثلا هفته 10 دلار 20 دلار 15 دلار بفرستی و هفته 10 دقیقه ما پیامهای شما رو پخش کنیم. ولی الان من پخش میکنم با هم اینا رو، مهمون من هستی، پات رسید به ترکیه، سر کیسه رو شل کن و پول بفرست بیا. بفرمایید. سلام، وقتت بخیر باشه. کاش این آقای مصطفی زاده هم می آمد توی تلگرام بشه باش ارتباط برقرار کرد. حقیقت قضیه، من بعد از این که این برج چیزو زدن برج پلاسکوی تهران حالا زدن، آره همینجا بود که من اولین بار شنیدم پلاسکو رو یه نفر برج به اصطلاح خطاب کرد یا اسم بود شد، نمیدونم چی. تاریخش که میخوندم آخوندا موقعی که اینو میساختن مخالفت شدید کردن و گفتن که هیچ برجی نباید اینجا ساخته بشه که از دور میدان بهارستان که مسجد بود گلدسته داشت اینها رو تحت شعاع قرار بده، حالا قسمت بازارم جای خود داره. اینجا هم بعض جا هست از کلیساها و مخصوصا اون علامت صلیبی که اون بالاش هست نمیتونه یه ساختمونی بلندتر باشه. توی واشنگتن از ساختمون کپیتال مجلسشون ساختمونی نمیتونه بلندتر باشه، این قانون هم هست. ولی 50 سال پیش میشه 12 سال قبل از انقلاب، یعنی اون موقع هم آخونده اینقدر نفوذ داشتن که توی یک ساختمانی که مثلا نقشه‌شو خوب طرف برد داده شهرداری اجازه‌ش هم دولت بهش داده بسازن، اینها دخالت کنن. بعد به خودم میگم بله، آقای دکتر منوچهر گنجی وزیر آخرین وزیر آموزش پرورش شاه باهاش من چند بار مصاحبه کردم، توی یکی از مصاحبه‌هاش به من گفت آقای سربی کتاب‌های بچه‌های دبستان و مدرسه ما رو آقای دکتر بهشتی و اون دکتر قفاری اینا کیا بودن که یکیش تروریست از آب در اومد، یکیش نمیدونم ترورش کردن و اینها. گفت اینا هم این بشنن. گفت شما باور نمی کنی، من اگر بگم مردم ممکنه ناراحت بشن، ولی گفت تو برنامه و میدونید که دکتر منوچهر گنجی کسی هست که چون قبلا توی یونایتد نیشن بوده و صلیب سرخ و اینا رو پاشونو باز میکنه به ایران، یه جورایی هم میدونید شاه اللهیا هیچ وقت به خودشون ایراد نمیگیرن بگن ما بد بودیم، شاه ما کم سواد بود، شاه ما خوبا رو از دورش کرد بیرون، یه مش چاپلوس نگه داشت و خودش ریشه به تیشه به ریشه خودش زد. هیچ وقت این کارو نمیکنن، همیشه سعی میکنن یه کسی رو پیدا کنن سرزنش کنن و گناه رو بندازن گردن اون. و میگن این منوچهر گنجی، دکتر منوچهر گنجی باعث شد که صلیب سرخ بیاد زندانای ایران رو ببینه. بعد از اون برم میبینید آقای جیمی کارتر رو به اصطلاح بهش توهین میکنن، بهش تهمت میزنن که این مسبب انقلابه، در صورتی که خود شاه مسببش خودش بود. آخوندها رو تو آسینش نگه داشت، خانم فرح پهلوی آخوندها رو تو دفتر فرح نگه داشتن و ببینید عکساشونو که اینا چه جیلونی میزدن. ببینید تعداد مساجدی که در زمان شاه درست شد از تعداد مدرسه های ابتدایی بیشتره و ببینید که اینا هم از اوقاف حقوق میگرفتن هم سربازی نمیرفتن. حالا من اتفاقا میبینم که این دوستمون آقای حمید سلیمان پور یا سلیمانی
چون دیدم اخلاق ایشون یا اعتقاداتشون با من فرق میکنه، ازشون یه بار دعوت کردم بیان تو برنامه ما، ولی خیلی ها دوست دارن همین یه جمله بنویس و برو مثل یه سنگی تو تاریکی ول کردن روی فیسبوک فعلا خوش باشن. امیدوارم فیسبوک همینجوری که الان افتاده، یادتونه قبلا مایسپیس بود، بعد فیسبوک آمد زد توری به همه، الان تلگرام و اینستاگرام و دیگه چی نمیدونم 100 تا پروگرام. البته ناگفته نماند خود این فیسبوک هی میخردشون هی میارتش جز به خودش، که همه به اسمای مختلف ولی شما هر جا بری اونه. درست مثل این بازی که با بچه ها میکردیم، میگفتیم خب اینو نمیخوای اینو میگی، ولی دوتاش یه چی بود، یا تون مینداختیم تو دستمون میگفتیم اینو میخوای گولش میزدیم. فیسبوک هم داره همین بازی رو با مردم میکنه. حسین آقا دوتا چی گفتی؟ یکی ماجرای برج، اولین باره که شنیدم، یکی این که آخوندا 50 سال پیش که این ساختمون میخواست ساخته بشه اونها نفوذ داشتن و اعتراض کردن. بفرمایید. ساختن من که کم کم به این نمادها پی بردم، از جمله خود الغانیان، نمیدونم اون ثابت پاسال، اینا یهودی هایی بودن، کلیمیانی بودن که توی ایران زندگی میکردن، دوست داشتن مملکت رو آباد کنن، اینجور حس میکنم یعنی. اما مسلمن اسرائیل به عنوان یک دولت یهود، نه آقا، دولتی که فراگیر برای همه یهودی ها. الان خیلی از یهودی ها اصلا توی امریکا توی اروپا حاضر نیستن بیان توی اسرائیل زندگی کنن، محاله بیان، امکان نداره بیان، ولی خب در تجمعات مجبورن، یا اینکه باید دفاع کنن از دولت اسرائیل و اون مسئله دیگه هست. این که دولت اسرائیل اجازه نمیده هیچ کشوری مترقی تر از خودش، قوی تر از خودش در این منطقه پا بگیره، شک نکن. خب کدوم کشور بود توی این خاورمیانه که داشت جون میگرفت؟ یعنی کارخونه میساختن، بالاخره آب، برق، تلفن، گاز، کم کم پیش میرفتن. خب اینا زیرزیرکی مسائل رو توی ایران به جواب سرویه. رفتم رو پیام دوم. حسین جان لطف کن قلم کاغذ، وقتی یه برنامه ای رو دیدی میخوای دربارش صحبت کنی، بنویس که میخوام درباره پلاسکو، بعد بنویس. اینجوری که هی یادت میاد، هی دوباره زنگ میزنی یا دوباره تماس میگیری. این روزا هم تماس ها مجانی، تلگرام مجانی، نمیدونم تلفن ها دیگه نزدیک به مجانی، اینجوری فایده نداره. و اگر من بخوای همه این پیام ها رو برات میچسبونم به هم، بعد بهت میگم آقا 15 دقیقه شد، دقیقه 3 دلار، دقیقه 10 دلار، دقیقه 1 دلار، اونجوری آوازم بخونی من پخش میکنم. ولی اینجوری که وقت منو، وقت بینندگانو داری بگیری، باید یک کمی منظمتر، منسجمتر، ردیفتر. مثل ما داشتیم دکتر ایرج something اخبار میگفت از آلمان، ایشون تو 4 دقیقه باور کن 10 تا 15 تا مطلب مورد به اصطلاح مختلف رو میگفت، سرتیترش رو میگفت. دو تارم که به نظرش مهمتر بود و مسئله روز بود اون رو باز میکرد. در صورت اینم پیام دومتونه. بفرمایید. سومه موضوع دیگه، حالا کارشناساتون دعوت کنه، خودتون که اپا کارشناسین. من یادمه نزدیک 20 سال پیش قرار از اینکه چین، آها یادم افتاد، اینم درباره چین راست میگه. اون موقع سنجاق قفلی ها مال چین بود و یادم میاد، من یادم سراغ پهلوی و سراغ احمدی و اینا رو روی این طبقا، روی این گاری ها یه طبق میگفتن، میذاشتن میفروختن و مثلا یه بسته سنجاق قفلی میخریدی یک قرون. چیزای اینجوری مال چینا بود، کاملا درست میگه. اون چیزی هم که شما اسمش یادت رفته، این یقه های پیرن ما توی ارتش اینجوری وای میساد، بهش میگفتن دکمه غیبی. دکمه میدوختیم این زیر، دکمه میشد، که حالا تو آمریکا دیگه مده، اینجا دکمه داره، منم خوشم نمیاد وقت دکمه میکنی این یقه اینجوری میشه. در هر صورت البته یه چیزای دیگه هم هست، از زیر کراوات اینجوری بحث میکنی با اون صحبت کرده ایشون. ایشون میپرسه چی شد که یه دفعه چین اینجوری دنیا رو گرفته؟ همون دیگه، با نقشه قدم به قدم پیش رفتن. الان میبینید مشکل به اصطلاح آمریکا روسیه نیست از لحاظ ارتش و از لحاظ قدرت، مشکل آمریکا چینه از لحاظ واردات و کی به آمریکا پول داده و
آمریکا رو بدهکار کرده. آدم بدهکار هم تو سر خوره دیگه. چین این نمیدونم 20 تریلیون دلار بدهکاری به چین بدهکاری، سرمایه دارای چینی. چینیا اگر امروز پولاشون رو از بانک بگیرن خونه منم میگیرن، میگه آقا این لون که به تو دادیم مال من بوده، مال چینی بوده. بعد مستر چنگچون میاد اینجا، یا نمیدونم چونچون تنگ میاد اینجا، چونچون تنگ به این رفسنجانی بیچاره میگفتن. و اما پیام چهارمی شما جابسوفی با درودی بیکران حسین از ایران، به وبسایت استاد چمن آرا مراجعه کردم، کتابارم دیدم، دستشان درد نکنه، ولی پی دی افاش در اندروید باز نمیشه. آها ببین دیگه عزیز من، یه چیزی هم شماها اونجا تبدیل کنید، کانورت کنید، بعد شما برای دوستات بفرست. دوستانی که آیفون ندارید اندروید دارید، اندروید فکر کنم سرویس ویندوه اشتباه نکنم، خود این کلمه اندروید کامپیوتر یه ربات دیگه، نه یه آدم آهنیه، نمیدونم اینا هم البته خوبه. بعد به من چرا میگی؟ به خود آقای چمنارا بگو، بگو آقای چمنارا شما که میگی آقا ما کاری به خارج نشینان نداریم، کار به داخلی داریم، سیستم داخلت رو برای داخلی ها راحت کن. و داشتم اینو میگفتم که آقای هرمز چمنارا یه ایمیلی فرستاده بود برای 50-60 نفر و وقتی من به اون 50-60 نفر جواب دادم که اینجوری نیست، یه دوستی گفت آقا درباره چی صحبت میکنی؟ گفتم آقا درباره همون چیزی که آقای هرمز چمنارا براتون فرستاده. گفت آقا من چیزی از ایشون نگرفتم. گفتم امکان نداره، حتما رفته توی باکس ترشت یا تو سطل آشغال ایمیلت یا توی سپم. سپم اینجا به یه گوشت بلی میگن سپم، حالا اینم دارم چرا برای ایمیل هم استفاده میکنن. بعض چیزها رو لازم نیست ما معنیشو جا به جا بذاریم، چون اگه جا به جا بذاریم میشه مثل همون جمله استعمال دخانیات اکیدن ممنوع. قرار شد دوستانی که عربی بلدن برای من بگن که این اصلا تو عربی درست هست یا نه، بمانه. بعد این دوستم رفت توی اسپم نگاه کرد، گفت آره راست میگی. گفتم ببین سال هاست که ما های فریاد میزنیم، آقا میگیم اینو بلاک کن، بلاک میکنه ایمیلش میفته تو اسپم، ولی اونی که میاد نمیدونم تبلیغ فلانچی بخونین فلانجاتون گشاد بشه، فلانچی بخونین فلانجاتون بزرگ بشه، اونا 10 بار بلاکش میکنیم، ان سابسکرایب میکنیم، ریپورت میکنیم، پدر سوخته ها باز میفرسن. یه سیستمی دارن اینا، فکر کنم هر کی پولشون بده مهم نیست چه آشغالیه، در خونه شما رو باز میکنن میریزن. چون اینجوریه پس اون اسپم رو نگاه کنید دوستان. اگر کسی برای اولین بار برای شما ایمیل بفرسته، جیمیل احمق اینو میفرسته تو اسپم. خب آقا من این کارتو میدم به یه نفر، روش ایمیلم نوشته usa.sorby@gmail.com، این بیچاره یه ایمیلی میفرسته که it was nice meeting you، خوشحال شدم از آشناییتون و مثلا ما یه کار ویدیو داریم، تو اینو میفرسته تو اسپم تو سطل آشغال. من نمیدونم والا، به بارها میگم اینایی که بچه‌ها دیوونه شدن، اینایی که در صدر کار اینترنت و گوگل و یاهو و نمیدونم. خب ساعت 2:27 دقیقه است، بهتره من مسائل زیادتری رو بگم. آها یه دوستمون با خنده نوشته January 31st 31 امروز 30 ژانویه است. ببین دوست عزیز، ما تو ایران یاد گرفته بودیم 6 ماه 31 روز است، 5 ماه 30 روز است، یه ماه هم 29 روزی هم اینجوری بود. و حالا که اومدیم اینجا قاطی کردیم که این 6 ماه 6 ماه تابستون بود، 6 ماه زمستون بود. حالا اگه من گناه کبیره کردم و برای شما که اصلا فول آبی تاریخ‌های انگلیسی رو و میدونی که اصلا جانوری 31 وجود نداره، مثل این که میگفتیم آقای حخا میخواد 32 مهر بیاد ایران. آقا کتابی ما خودمون اینجا آخون نقطه هستیم، یقه همه رو میگیریم، مثل سگ نازی آباد هم هستیم، قریب خودی حاضر حالیمون نیست. حالا شما یه چیزی رو که من میگم اینجا من نوشتم دوشنبه 31 ژانویه، خودم خندیدم خط کشیدم کردم استیام، شما برداشتی از انگلستان به خودت زحمت دادی ایمیل فرستادی. ای بی انصاف، چند بار ما گفتیم حمایت کن. یه پوند انگلستان یه زمانی نزدیک به 2 دلار آمریکا میشد، فرستادی 5 پوند که بشه 10 دلار، حالا که تو سرتون خورد، پوندم اومد پایین، پول نمیدونم یورو هم اومد پایین. بابا نباشید اینجوری، یه کمی اینجوری نباشد که اینجوری نباشد، اینجوری باشد که یه جوری باشد. شما که فکر میکنم جوون هستی آقا رضا،
برنامه ما رو میبینی، یه بارم قهر کردی از نمیدونم برنامه ها، نه قهرتون مثل قهره، نه آشتیتون مثل آشتیه، نه دوستیتون مثل دوسته، نه دشمنیتون مثل دشمنه. چه باید کرد با اینها به جز که گفت کارمون خیلی خرابه؟ بیا برداشت نگاه کن. Date is wrong. Today is January 31st. علامت ساعت. دوستان نگاه کنید ببینید یه کسی به خودش اینقدر بشینه بنویسه. آقا رضا نگاه کنید، والا بلا من دروغ نمیگم، حالا این آقا رو ببینید، اسم من به انگلیسی از اول برنامه تا آخر برنامه اینجاست، ایشون برداشته سربی رو با وای نوشته. Today is January 31st. سه تا علامت سوال، خب یعنی مسخره و خنده. ها 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 خیلی هم زده میخنده، افتاده رو زمین الان، امیدواریم باسنش نشکسته باشه. First time in a media history. خب خدا رو شکر ما شدیم اول دیگه، همش که نباید ایران اول باشه تو دست بریدن تو فلان، ما هم باید توی اینجا اول بشیم که January 31st هم درست کرد. Mr. Sorby you are the best. خیلی ممنون. این تعارف رو بنداز جلو چه میدونم چیه دیگه. گفتم یه دوست جوانی، اونم گفت آقا ما به شما ارادت داریم. گفتم بابا ارادت خوبه ولی حمایت خیلی بهتر. من I'm the best چه فرقی میکنه؟ I'm the best the worst. اونی که worst داره پول میسازه، منی که بستم نشستم اینجا دارم سر 31 ژانویه و 30 ژانویه با شما که ادعا میکنی دوست ما هستی، به جایی که بیای بگی سوری من از امروز یاد گرفتم فیسبوک رو برای دیگران میفرستم، اینجوری 10 نفر دیگه هم میبینن. کارمون خرابه والا. شاه بدبختم تقصیر نداشت، شاهرم این ملت خراب کرده. الان نایه خانم میگه بالاخره سوربی داره آدم میشه. نه ما مثل خر عیسی هستیم به محکم بریم و بیان همون خر باقی میمون. خب به به این دوستمون آقای دکتری که از آلمان آشنا شدم باشون یکی دو هفته پیش و امیدوارم که تلویزیون مردم رو و سرویس هاش رو بیان استفاده کنن و خیلی کارش درست و قشنگ ردیفه و می‌نویسه که با وکیل این کارا رو انجام بدید. اتفاقا آگهیش یه دو بار نشون دادم که اون جمله‌ای هم که نوشته مثلا آدم اینو بدونه خوبه ولی با وکیل صحبت کنه بهتره، یه چیز اینجور سلوگن که میگن، یعنی اون تبلیغ بیزینسش رو یا تکی کلام بیزینسش رو اینجوری گفته. در اصل ممنون و متشکرم، منتظر دیدن دکتر ایران بومی هم هستیم. بله ماجرای این دوتا فیلمی که من دیدم این بود که آقای چرچیل بعد از اون ماجراهای ضربه‌ای که از مصدق خورده بوده و یک بار به یونایتد نیشن شکایت میکنه و مصدق، دوستان نگید مصدق دروغ میگفت تظاهر میکرد مریض بود وقتی میخواستن بگیرنش، این بیچاره وقتی هم خواست بود بیاد آمریکا با عصا اومد بود آمریکا، کاری به شاب و شعبون بیمخ اینا نداشت. یونایتد نیشن خودش بلند میشه میاد، اون زمان هم مشکل بوده دیگه برای یه پیرمردی تو اون سن و سال، تو یونایتد نیشن چنان دفاع میکنه، میدونید وکیل بوده، بعد تنها کسی که دکترا گرفته این آقای مصدقه. نه یه خانم اگه خواستی من همه امروز بهت میگم از کدوم دانشگاه چه سالی فارغ التحصیل شده، ولی شما رفتی که بیاری که شاه دیپلم داره، شما تو دیپلمش موندی. آقای پتیکه عزیزم، از این آقای دکتر کیه ناصر انقطاع بگو شما که این همه اسناد داری یه دونه سند به ما نشون بده که این شاه کلکلاتی رفته سوئیس توی اون مدرسه و دیپلم گرفته. نگرفت، اگه گرفته بود میفهمید. ببخشید درسته میگفتن چوب معلم گله، هر کی نخورده خوله، ایشون چوب معلم نخورده بود، اگه خورده بود یکم آگاه میشد، اینقدر پوز نمیداد، اینقدر فیلم بازی نمیکرد. آقای کوروش پارسی حیف که شاه مرده، و الا شاه هنرپیشه خوبی بود، شاه هنرپیشه‌ای بود که از هیچ چیزی هیچی نمیدونست، چنان بازی میکرد همه میکرد فکر کردن این بیشتر از همه میدونه. بله چرچیل بعدن دست به دامن دادگاه لاهه میشه، دادگاه لاهه رو میندازه به جون شرکت نفت ایران و شرکت ملی نفت و دکتر مصدق که اینا آقا ما قرارداد داریم زدن زیر قرارداد. باز بلند میشه میره لاهه دکتر مصدق،
بعد اونجا هم کاری میکنه که دادگاه لایه هم پرونده رو میندازه بیرون، میگه که این چیزی که شما میگید بی خوده. چرچیل زخم خورده، میدونید که وقتی یه نفر خیلی پدر سوخته است میگن آقا اینو دست کم نگی، این چرچیله. چرچیل میاد به ترومن که اون موقع رئیس جمهور ترومن آمریکایی بوده، میگه که آقا بیا این مصدق رو بندازیم. ترومن بهش میگه go to hell، یعنی برو به جهنم، ولی میخوره به انتخابات. و بعدش این آقای ایزنهاور میاد. ایزنهاور آدم بی سوادی بوده، اصلا نمیدونسته کجا به کجاست. چرچیل ایزنهاور رو گول میزنه، فریبش میده. اینی که من همیشه فکر میکردم روزولت، گفتم خدایا روزولت و ایزنهاور رو، روزولت اسمش میاد توی این ماجرای کودتا. و دوستان برید دیگه الان پرونده های CIA، آقا پرونده CIA آقای اوباما اینا میگه، شما میگید اینا هم دروغ میگن. اگه دروغ میگن به من بگید چه دلیلی داره یه مملکتی بیاد به دروغ بگه ما رفتیم یه مملکتی رو کودتا کردیم، بعدن اینا 25 سال بعد اومدن سفارت ما رو ریختن به هم. به من بگید چه دلیلی داشته، چه راندمانی، چه سودی برای اینا داشته که اینو بگن. و اما اینقدر فوش میدیم به این دانشجوهای پیرو خط امام ریختن، نمیدونم خانم معصومه ابتکار اسمش فکرم نیلوفره، حالا میگه معصومه، لابد معصومه تو شناسنامشه و تو خانوادهش بهش میگفتن نیلوفر. ضمناً بعضی ها میگن اینم جز اونایی بوده که از دیوار رفته بالا. من فکر نمیکنم، فکر کنم این مترجمشون بود. حالا ممکنه یه وقت هم داداش شما اگه انگلیسی خونده بود میشد مد، ولی خب بالاخره بمانه. چرا اینا رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن؟ هر کی بگه یه جایزه من بهش میدم، واقعا میگم. چرا اینا بعد 25 سال حالا که انقلاب شده رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن؟ حوصله نداریم تا برنامه دیگه. آقای مصطفی زاده نوشته بود که من باور نمیکنم من این چیزها رو که میگم، حتی اگه مزخرف میگم یه عده‌ای نمیان حتی درباره مزخرفات من چیزی بنویسن. گفتم برای که اگه مینویسن شما میای فوششون میدی، بابو و پیام و میام و همه رو فوش میدی میندازید. اگه نمینویسن میگی نمینویسن. بعدم شما یا آقای یزدان خداوند رو باید به مردم بگید چی میخوان. مثلا من الان سه بار دارم میگم تفاوت مثل و ضرب المثل چیه. چرا این خانم حسن حبیبی ننوشته 1001 ضرب المثل فارسی، نوشته 1001 مثل فارسی، ولی من و شما به هم دیگه میگیم یه ضرب المثلی هست. این کلمه ضرب چیه؟ سوال میکنم. بعد وقتی ریسپاند نیست، یعنی از اون طرف خبری نمیشه، دوباره میپرسم. حالا این ماجرای جایزه، به مردم میگم شما به من بگید به نظر شما چرا این دانشجوهای خط پیرو امام یا پیرو خط امام رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، جایزه هم بهتون میدن. بعد میرن بابا ولمون کن جایزه که ما حالا بعدم باید بگیم دروغ بگیم، بگیم آهان شما نفر دوم هستی، ببخشید نفر اول برنده شد اسمش هم حسن سرابی هست. دروغای تلویزیون ها اینجوریه دیگه، جایزه میذارن مثلا پژو میذاره، بعد شما زنگ میزنی درست میگی، میگه آهان قبل از شما برنده شد رفت. جایزه نمیخوایم، جوابم بهتون میدیم. وقتی که این دوتا فیلمو میبینید، میبینید آقای اون کرنل روزولت نوه پرزیدنت روزولت وقتی میره تهران، دفتر و اداره عملیات این کودتا طبقه پایینی سفارت آمریکا بوده. اینه که این بار اینا که انقلاب کردن خیلی اینا زیرک و باهوش بودن. هی الکی نیان بگین من میخوام یه جنبشی درست کنم اردیبهشت بیاین بیرون. بعد نگاه کن دیشب 4 نفر نوشتن میاین بیرون، بعد 3 نفرش پاسداره، فردا میخوام بگیرن چوب تو آسینت بکنن، میخوام بگیرن آقای شمیرانی مثل کاظم کاویانی و مثل فرود فولادوند ببرن ناکجا آباد. نگاه کن 4 نفر برای من نوشت. اوکی، اینا رفتن سالها کار کردن، تجربه کردن، خوندن، بعد نشستن یه دفعه دیدن ای دل غافل، ما اون بار که اینجوری شد مصدق رو اینا سرنگون کردن، انگلستان با همه پدرسوختگیش نتونست حریف بشه،
آمریکا رو خر کرد و آمریکا دست به خر شدنش خیلی خوبه. الان ببینید چجوری خر اسرائیل شده، همه جا میره میجنگه برای اسرائیل. اسرائیل هم به مردم آمریکا پوزخند میزنه، میگه شما سالهاست پول ساختن دیوار تو اسرائیل دارید میدید احمقا، حالا برای ساختن دیوار توی کشور خودتون دارید دعوا میکنید. سعی میکنم با بابک هروی چهارشنبه مصاحبه داشته باشم و باهاش صحبت کنم، بگم آقا یعنی چی پولش رو مکزیک میده، بعد میگه که ماشینی که میخواد از مکزیک بیاد اینجا ما روش تعرفه میکشیم. این تعرفه 20%، یعنی شما ماشینی که امروز میخری $30,000، آقای ترامپ که اومده باید بخری $36,000. خب این یه کمکی میکنه، شما دیگه این ماشین تویوتا رو نمیخرید، برمیگردی میری فورد رو میخری، ولی باز پول این دیواره رو کی میده؟ تو که میخواستی از این $6,000 بگیری. بعدم چه دیواری؟ الان اقتصاد مکزیک بهتر از اینجاست، از اینجا دارن برمیگردن میرن اونجا و دیگه بر نمیگردن اینجا. تعداد آدمایی که میرن مکزیک، حتی تعداد آمریکایی که میرن مکزیک برای دارو و درمان و زندگی کردن بیشتر از آدمایی که میان اینجا. خدا اگر وجود داره الان موقعی که باید به آمریکا رحم کنه، والا این کشور 240 ساله من فکر نمی‌کنم به 250 سال برسه. میدونید که میگن جنگ جهانی سوم برخلاف اینکه همه فکر می‌کنن با بمب اتمه، یا شاید اینجوری درست باشه، میگن جنگ جهانی سوم با بمب اتمه، جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگه. میدونید چرا؟ چون بمب اتم همه رو نابود میکنه، دوباره برمیگردیم تو غار و بالای درخت و اینها، دوباره از نو با سنگ بدو دنبال یه خوک و یه گاوی بکش و الی آخر. اینم از این عکس ها را نشان بده، نشان دادم، ببین چقدر خوبه حسین آقا، هم شهری عزیزمون که پیام میذاری هی دربار چیز نمیکنیم، مینویسیم طبق نوشته جلو میریم. و اما خیلی خوشحالم که نوشته اون دوست مهندس 50 ساله رو بالاخره تونستم بخونم. و اما ترامپ به خودشیفتگی بدخیم مبتلاست. فوری این سوال پیش میاد که آیا خودشیفتگی خوشخیم هم داری؟ چون شما میدونی میری مثلا دکتر یه قده‌ای داری، میگن این باید بدیم آزمایشگاه ببینیم سرطان نباشه، وقتی میدن بعد میگن که نه این خوشخیم بوده. حالا خوشخیمش هم مثلا قده چربیه که همون هم بده، ولی چون مقایسه بد و بدتره و شما بدتر رو نداشتی بهت میگن اوکی خوب بود، زیر سیبیلی ردش میکنه. بذارید من اینو براتون اینجوری نشون بدم که دکتر جان گاردنر یا گاردنر گفته که روانکاو شهیر آمریکایی ترامپ را به خودشیفتگی بدخیم. خودشیفتگی رو اون دفعه گفتیم، آنارسیست نه فکر کنم، یا آنارسیسمه یا سلف سنتر میشه خودخواه. آقای سوربی با عرض معذرت، مصدق مدرک دکترا نداشته، مدرک ایشان لیسانس، آن هم از من براتون میارم، باهاتون شرط میبندم بابو جان که آقای مصدق دکتر بوده. شرط شما اگه باختی، شما اگه باختی $100 بده به تلویزیون مردم، من اگه باختم شما $10 بده به تلویزیون مردم. قبوله؟ اینا ما آمریکا یاد گرفتیم این زرنگی ها رو. روانکاو شهیر آمریکایی گفت یا نوشت که ترامپ به خودشیفتگی بدخیم مبتلا است. دکتر جان گاردنر روان درمانگر آمریکایی هشدار داده که رئیس جمهور آمریکا از اختلال روانی خودشیفتگی بدخیم رنج میبرد، اختلالی درمان ناپذیر که با توجه به قدرت جایگاه او میتواند منشأ تهدیدهای جدی برای آمریکا و جهان باشد. یک هفته از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ نگذشت، ببخشید دونالد ترامپ گذشته، و او در این 7 روز چنان طوفانی به پا کرده که زنگ خطر را برای بسیاری از شهروندان در آمریکا و سراسر جهان به صدا درآورده است. دکتر جان گاردنر استاد به نام روانشناسی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا تحلیلی از وضعیت نابسامان شخصیت دونالد ترامپ ارائه کرده که هشدار دهنده و هراس‌آور است. به گفته شرط، اوکی بابو شرط رو قبول کرد. دوستان این بابو به
به آقای گاندی هم نمیگفتن بابو؟ البته میدونم بابو مثل که اسم یک، فکر کنم اسم یه حیوانی یا یه نوع میمون باید باشه، ولی فکر کنم نمیدونم بابا یا بابو به با گاندی هم میگفتن. اون فیلماشو داشتم نگاه میکردم، بعضی وقتا این فیلما رو که من دارم نگاه میکنم معمولا داریم ادیت میکنیم و یه کاری انجام میدیم، خیلی دقت نمیکنم. در اصلت میگه که ایشون یک طوفانی را انداخته که تحلیلی از وضعیت ناسون نابسامان شخصیت دونالد ترامپ ارائه کرده که هشدار دهنده و هراس آور است. به گزارش یو اس نیوز، جان گارتنر معتقد است دونالد ترامپ به طور خطرناکی روان پریش است و دمدمی مزاجیش او را در انجام وظایف ریاست جمهوری ناتوان می سازد. این دکتر برجسته که پیشتر بیوگرافی روانکاوانه بیل کلینتون را در قالب کتابی منتشر کرده است، گفته است ترامپ به اختلال درمان ناپذیر خودشیفتگی. این 100 بار بابا گفتید، من نمیدونم مقاله را خودشون می‌نویسن نمیخونن؟ این انشاهای دو صفحه‌ای پدر ما رو داره بود. من فقط دستم به این معلمای انشا برسه، از دو صفحه کمتر باشه نمرتون از 16 شروع میشه میاد پایین. همه مجبور بودیم یا گشاد گشاد بنویسیم یا تکراری. یه 4 تا خط که نوشته بودیم اون بالا، البته که ثروت بد است، پول بد است، دانش خوب است، دوباره همونو پایین مینوشتیم، اونم که نمیخوند که، ولی چون دو صفحه سیاه کردیم، حالا این نویسنده ما عادت کردن همینجوری هی دو صفحه سیاه کن. اوکی، خلاصه مطلب اینه که چیزی که ما یک سالی که داریم دونالد ترامپ میگیم، یک جوانی دیوانه، دزد، شارلاتان، کلاش، کسی که به دختر خودش نظر داره، الان هم که رئیس جمهوره داریم میگیم، اگه میخوان بیان بگیرن اونم بهتر بیان بگیرن، اونا نخواستیم. اگه این باغ بهشته ما نخواستیم، حالا زندان میخوای بنداز زندان بنداز، میخوای بفرستون یک کشور دیگه بفرستون، میریم آلمان. گفتن آلمان پاسپورت بگیره، ما گفتیم نه نمیخوام، باید میگرفتیم دیگه. خب ببینیم که چی نوشتن. ببین دیروز حتی برای خودم، چون اونجایی که کار میکردم چیز بود، به اصطلاح SMS فرستادم که سوربی فردا درباره این دوتا فیلم صحبت کن، ایران The 100 Year War و American Coup. و ببینید وقتی که خبره چیو میارن به شاه میدن که آقا شعبون بیمخ و دیگه لات و لوتا و زنای فاحشه و تنفروش برنده شدن، شما میتونی برگردی، این بدبخت بازم چیز میکرد، میترسید و میگه برای چند دقیقه اصلا هیچ حرفی نمیتونست بزنه، بعدش هم مثل این آدمای خل گفت من میدونستم مردم منو دوست دارن. اصلا این نمیفهمیده آقا مردم چه کاره هستن. خیلی تو با رأی مردم اومدی که حالا مردم اومدن تو رو برگردوندن. این همون مردم اینه که بابات که خواست بره یه نفر نیمد جلو ماشینش وایسه. بابا این حالا دیگه مرده، خدا رحمتش کنه، ولش کنیم بره، چی بگیم الان. خب و اما در آمریکا، در ایران، آها این بذارید نتون نشون بدم. یه دوستی دیروز برای من نوشته بود که ترامپ ویزا بن آلسو اپلایز تو فورینرز وید مور دن وان پاسپورت. دوستان اینی که دارم بهتون میگم، آقای عزیزان الان اومده میگه هر کیم اسمش حسن و حسین و علی اصغر باشه باید بره نمیدونم 3 ماه زندان تا اسمش عوض کنه. خب آقا تا گفتن برو زندان، میگم آقا اسم منو بذار دونالد ترامپ، اسم منو بذار ابراهام لینکلن، اگه به اسم عوض کردن آزادت میکنه. ولی اینجا ببینید از وال استریت جورنال براتون میخونم که ببینید مستند، و ما اینجا توی چیز نداریم، حرف شنیدم یه جایی، نمیدونم هم چی گفته. الان چون برنامه به اصطلاح کم آوردم، میخوام خودم با این مزخرفات، نه قربان، این مستنده، بفرما. The Wall Street Journal، تاریخشم براتون بگم، دست اینها، این پایین نوشته January 28، دو روز پیش نوشته که ترامپ ویزا بن، این به اصطلاح ممنوعیت ویزا یا اینا، also apply همچنین برای خارجیایی که with more than one passport، استیت دیپارتمنت هم وزارت امور خارجه است. حالا بشه یک کسی مصاحبه کنیم با استیت دیپارتمنت تماس بگیریم، کسی
شما که پول نمیدین ما بریم یه جایی. اتفاقا رفتم اون دفعه برای وایت هاوس کارت کردنشال اونجا رو بگیرم، کورسپاندنت بهش میگن، گفت که باید مارچ اقدام کنی. گفتم آقا یعنی چی مارچ اقدام کنم؟ مگه این شما کشاورزید الان تعطیلی رفتید کله، رفتید زمستون، خرسید، خوابیدید، هر روز روزه، هر کسی اقدام میکنه الان اقدام میکنه. خلاصه گفتن مارچ که دیگه الان با این وایت هاوس که هست اصلا نرفتن اون برا بهتره. یکی از شیخهای دین عربستان این عکس را در صفحه توییت خود پخش کرده و نوشته زن مسلمان موسلی به دست ارتش بیدینان قتل عام می شود. ای مسلمان غیرتتان کجاست؟ کجایید نوگان عمر و معاویه تا از بندگان علی انتقام بگیرید؟ این عکس از یک فیلم ایرانی است. در جوابش او را نفهم و نادان معرفی کردند. بله این عکس یه فیلم ایرانیه. اتفاقا باز برمیگردیم به همین دوستمون آقای کوروش پارسا که آقا این فیلم ایرانی همش اینجوری و زد و خورد و کشت و کشتار و اینها نباید باشه. و تازه اون یکی که فیلم میسازه بعد هر عکسشو یه جا استفاده میکنن. طرف برای من یه فیلمی رو که توی ماشین یوهار پر کرده بودن فرستاده، میگه آقا این تو ایران اتفاق افتاده. دوست خوبمونم هست، میگم بابا جون این فیلمه، ما میدونیم روزی 100 تا اتفاق واقعی اینجوری میفته، ولی شما وقتی میگی این حقیقیه خط بطلان میکشی رو خودت رو میکنی چوپان دروغگو، هی داد میزنی، سگ خودت از دور دیدی هی میگی گرد گرد، مردم میان میبینن سگته، بعدم میخندی به مردم، بعدن که گرد میاد بره ها رو تیکی پاره میکنه، حالا منتظرن تو از درخت بیاد پایین، خودتم هرچی فریاد بزنی فریاد رسی نیست. این عکس رو اینجوری استفاده کردن و این دوستمونم نوشته. حالا اون آقای نمیدونم چی بهش میگن شیخهای دین عربستان، اتفاق عکس این آقا رو انداخته. حالا اگه عکسش همین باشه من این رو هم نشون بهتون بدم. خیلی جوانه، اگر لابد شیخ مذهبی نیست، لابد این چیزه. اینه نوشته الشیخ بله، خیلی جوانه بله. خب بریم سراغ نوشته های دیگه. بله تروریست، آها اینم با دوستمون بهتون گفتم من غریب خودی نمی کنم و یه جا اشکال ببینم مثل سگ نازیاباد میپرم میگیرم. این دوستمون توی این نوشته، باز اجازه بدیم من تصویر رو عوض کنم براتون، به این select area، تو این نوشته عکس و نوشته عربی ایشون نوشته که تروریست های ارهابی یا وهابی در برابر دوربین ژاپنی می نشینند، سلاح روسی و یا آمریکایی در دست و لباس چینی بر تن، فریاد مرگ بر آمریکا برآورده، صهیونیست ها را لعنت می کنند، شعار افتخار و عزت برای مسلمانان را فریاد زده، بعد با خواندن شهادت و رفتن به بهشت خود را در میان مسلمانان بیگناه منفجر می کنند. آیا نادانی بیشتر از این هم ممکنه؟ نخیر، شما درست میگی و من فکر نمی کنم دیگه نادانی بیشتر از این باشه. خب و اما ایران پرس نیوز یه فیلمی رو فرستاده، فیلم تودهنی به صدا و سیمای بی آبروی رهبر. آقای این خواننده کیه؟ استاد ناظری. این کلمه استادم من از هر کی پرسیدم کجا استاد میشی؟ خب دانشگاه های ایران هم کپی بوده از آمریکا و اروپا، لیسانس داشتی، دکترا داشتی، فوق دکترا داشتی و الی آخر. ولی این کلمه استاد تو دکونای نجاری بود، تو دکونای مکانیکی بوده. لابد قبلا اگر کسی میرفته مکتب خونه اونجا وقتی میمده بالا بعدن طلبه میشده، بعدن استاد میشده، فلان میشده. یک کسی برای من بگه این استاد یعنی چی؟ هی به هم دیگه میگیم استاد شما بفرمایید اینجا، استاد شما بفرمایید اونجا. بابا خیام که این همه ریاضی، این همه شعر، شاعری، ضمناً خیام بسیار معلم خصیصی بوده، به هیچ کس دیگه یاد نمیداده.
خیام گفت شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز استاد نیم. و شماها چپ و راست، آقای ناظری استاد، آقای شجریان استاد، من استاد، اون استاد، ببخشید اینو میگم میگفتن نمیگم دیگه، حالا بذارید. گویا ایشون رو دعوت کردن یه جایی، وقتی اومده دیده دوربین تلویزیون آخوندا هست، گفته من اگه میدونستم نمیمدم. نمیمدم چیه؟ همه الان بگو که من اگه میدونستم نمیمدم، حالا هم که آمدم میرم، ویلکوم برو. مثل یعنی هنرپیش های ایرانی نوشتن به خاطر اعتراض به ترامپ ما نمیاییم. آقا گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف بو میده، شما رو راه نمیدن. مگه شما گرین کارت آمریکا دارید؟ تازه گرین کارتی هاشو راه نمیدن. مگه شما سیتیزن آمریکا هستید؟ اگه سیتیزن آمریکا هستید دیگه ناز نداره، منت و چیزی نداره به ایرانیا که ما به خاطر ترامپ. یک خانم ترانه علی دوستی هست اگه اشتباه نکنم اسمش، یکی این آقای اصغر فرهادی میخوام که نیاد. مگه شما که آمریکا نیومده بودی مردم ایران پای برهنه میخوابیدن؟ وقتی شما اومدین شب با کفش ورنی، کفشای ورنی یادتونه، نیرو دریایی‌ها یادتونه، چرا فخر میفروشید؟ آقا دری به تخته خورده، یه فیلمی ساختی، از بدبختی مردم موفق شدی، معتبر شدی، ولی یه روز تو ایران اعتراض کردی به این کشتارها، به این حجابها. همین خانمه یه روز شما اعتراض کردی به مردم، بگی آزادی یواشکی، گور پدر آزادی یواشکی چیه؟ آزادی میخواین، بیان بیرون. وقتی همه اومدن بگید بشین تو خیابون تکون نخورید، بعد بگید خانم آروسریتون در بیارید، فیلمتون رو درست میکنید، پولتون رو میخورید، هی سفرهای خارج میکنید، خوشتون رو میگذرونید، بعدم فیس فیس من میخوام نرم آمریکا چون ترامپ. اوه ترامپ هم پشت به چشش باز از تو ترسید. ساعت 2:55 است، 3-4 دقیقه زودتر تموم میکنم. من حتی به دوستانم گفتم توی کار رادیو تلویزیون 60 دقیقه برنامه، 1 ساعت برنامه یعنی 48 دقیقه که باقیش آگهی نشون بدم، چون شما پول برنامه ها رو خودتون میدید میشه 58 دقیقه. اون 2 دقیقه ما باید وقت داشته باشیم بین این کامپیوتر، اون کامپیوتر، اسکایپ، اون عوض کنیم. امیدوارم دوستان هم رعایت کنن. دوستان از این که با ما بودید ممنون و متشکرم. به دیگران هم تلویزیون مردم معرفی کنید. رضا از انگلستان حتما اگر میتونی حمایت کن، اگر میتونی نداره میتونی، دروغ هم نگو، یه شب دیسکو نرو، بشین برنامه های گذشته ما رو نگاه کن، پول دیسکو رو به اصطلاح بفرست بیاد. مگر این که بگی آقای سوربی تو کجای کاری، من دیسکو هم که میرم وای میسم، مردم که میرن میرقصن، میرم نوشابه های اونا رو میخورم. به خدا ما داشتیم ایرانی که اینجا این کار میکرد، نوشابه های مردم رو برمیداشت میخورد، نه از بیپولیا، فکر میکرد زرنگیه. از هر بری که میریم سرمون میخوره به دیوار محکم، سردرد میگیریم. یه دوستی وقتی عکس من با نوام دید، یه نویسنده هست، نمیشه آقا تو بیکاری، نوه به این خوشگلی زیبایی برو بشین با این صحبت کن، با این بازی کن، میای خودتو برای مردم هی چیز میکنی. گفتم والا اینم دیوانگیه دیگه، هر کسی از دیوانگی برای خود رنگی انتخاب کرده. یه چیز درباره عکسی که آقای عباس شیرمحمدی برای ترامپ فرستاده و اشتباهاً تاریخ زده و چه کولاکی راه انداخته بگم که نشد، حالا بعدن اگر یادم نره اونو روز چهارشنبه میگم. با آقای دکتر کاظم افشارها برنامه رو پی میگیریم، یادتون باشه، یا باید ریفرش کنید فیسبوک هم فکر کنم باید برید اون ویدیوی بالاتری. مرسی، خداحافظ.